سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آبای آوای بوف, آبای بوف. فصل چهاردهم عمر کوتاه یک دروغ یا یک واقعیت این روزها عمر ما شست و علاوه ده سال و اگر عامل نیرومندی بدنی هم به آن اضافه شود هشتاد سال است اما هنوز هم کار سخت و اندوهش است و به همین دلیل عمر ما کوتاه می شود و ما پرواز می کنیم سالمز نوید ده عجیب اما واقعی The average height expectancy میانگین امید به قد انسان ما قبل تاریخ حدودا 90 سانتیمتر بود. بنابراین مردی با قامت یک متر و 20 سانتیمتری قولاسا به نظر می رسید. آیا این واقعیت تصورتان را از ما قبل تاریخ دگرگون کرد؟ آیا نژاد کتوله از آدم های بونسای به ذهنتان می آید که در قارهای کوچک زندگی می کردند؟ خرگوش ها را در سوراخ‌هایشان دنبال می کردند، از ترس روباها پنهان می شدند و در تیرس بازهای های شکاری بودند؟ آیا این موضوع سبب می شود به چالشی که نیاکان نیم وجبی ما هنگام شکار ما موتا داشتند فکر کنید؟ آیا فکر نمی کنید خوششانس بوده اید که در زمان حاضر زندگی می کنید دورانی که رژیم غذایی بهتر و دستاوردهای بهداشتی قامت میانگین انسان را دو برابر کرده است؟ خب، خیلی هیجان زده نشوید. با اینکه از نظر فنی درست است که میانگین و امید به قد انسان ما قبل تاریخ حدود 90 سانتی متر بوده است اما این یک حقیقت گمراه کننده است مانند اظهارات متوهمانه در مورد فراگیر بودن ازدواج، فقر و جنگ این نیز ادعایی است که سبب سردرگمی و نتیجه گیری نادرست می شود برای فهم موضوع میانگین قد یک انسان بزرگسال در دوران ما قبل تاریخ را با استفاده از بقایای اسکلتی حدود 180 سانتی متر در نظر بگیرید میانگین اندازه اسکلتی نوزادان در مقابل تاریخ را نیز حدوداً 50 سانتی متر در نظر بگیرید. سپس از روی نسبت قد اسکلت های نوزاد به اسکلت های بزرگسال که از حفاری قبرستان های معروف به دست آمده تخمینی بزنید و فرض کنید به طور کلی به ازای هر سه نفر که به بزرگسالی می رسیدند هفت نفر در کودکی می مردند. بنابراین به دلیل مرگ و میر بالای کودکان امید به قد انسان ما قبل تاریخ 3 زب در 180 به اضافه 7 زب در 50 تقسیم بر 10 مساوی با 89 سانتی متر بوده است که تقریبا همان 90 سانتی متر می شود. به نظرتان این نوع محاسبه عجیب نیست؟ هست. گمراه کننده نیست؟ چرا هست؟ از نظر آماری دقیق است؟ خب تا حدی باید بدانید که این حقیقت در مورد میانگین امید به قدر در دوران ما قبل تاریخ به همان اندازه نامعقول و گمراه کننده است که باور اکثر مردم در مورد امید به زندگی طول عمر آدمیان در دوران ما قبل تاریخ. مشاهده ی الف جف لوتس متخصص زیست فیزیک دانشگاه فرانسیسکو کالیفرنیا UCSF University of California San Francisco در مصاحبه با اخبار شبانگاهی NBC در مورد شیوع پشت درد مزمن در ایالات متحده صحبت می کرد. میلیون ها نفر که آن شب این برنامه را تماشا می شنیدند که او چنین توضیح داد. تنها از حدود دویست یا 300 سال پیش است که عمر ما بیشتر از 45 سال به درازا می کشد. از این رو ستون فقرات ما انسان ها طوری تکامل نیافته که بتواند حالت ایستاده بدن را با این بار سنگین نیروی جاذبه در این عمرهای طولانی امروزی تا برد. تاکید افسوده شده است. مشاهده ب در کتابی دیگر به نام Invisible Sex روابط جنسی نامرئی که درباره زنان ما قبل تاریخ است، یک باستانشناس، یک انسانشناس و ویراستار یکی از مجلات علمی برجسته گرد هم آمدند تا زندگی یک زن که او را اورسلا نامیدند در اروپای 45 هزار سال پیش تصویر کنند. آنها می نویسند زندگی سخت بود و افراد بسیاری به ویژه خردسالان و سالمندها در سرمای زمستان از گرسنگی یا ابتلا به بیماری یا اتفاقی از این دست تلف می اورسلا که اولین دخترش را در سن پانزده سالگی به دنیا آورده بود به آن اندازه عمر کرد که مرگ اولین نوه دختریش را ببیند او در سن پختگیش یعنی سی سالگی درگذشت مشاهده P. جیمز واوپل مدیر آزمایشگاه بقا و طول عمر در مؤسسه مکس پلانک در مقاله‌ای در نیویورک تایمز با تکیه بر یک تحقیق جمعیت شناسی توضیح می‌دهد طول عمر انسان ثابت نیست دکتر واوپل به افزایش امید به زندگی از 1840 تا به امروز در کشورهایی که سریعترین افزایش را در این زمینه داشتند اشاره می کند و عنوان می کند که این افزایش کاملا به طور خطی صورت گرفته است و هیچ مدرکی مبنی بر کاهش یا آن وجود ندارد. او از این مطلب نتیجه می گیرد که هیچ دلیلی وجود ندارد که امید به زندگی انسان دو تا سه سال در هر دهه افزایش نیابد. اتفاقا دلیلی وجود دارد از زمانی که همه نوزادان تا بزرگسالی زنده بمانند در این نمودار تغییر چشمگیری ایجاد می شود از آن به بعد تغییرات کند و آرام می شود زندگی از چه زمانی آغاز می شود و چه زمانی پایان می گیرد اعداد پیش بینی شده برای طول عمر به اندازه تخمین های مربوط به میانگین امید به قدر غیر واقعی هستند در واقع آنها نیز بر مبنای پیشفرز نادرست و پرخطای مربوط به میزان بالای مرگ و میر اطفال محاسبه شدهاند وقتی این عامل کنار گذاشته می شود می بینیم که آن دسته از انسانهای ما قبل تاریخ که دوران کودکی را می و به بزرگسالی می رسیدند بین 66 تا 91 سال عمر می کردند. و از نظر سطح سلامتی و تحرک از آنچه در بیشتر جوامع غربی امروزی وجود دارد در سطح بالاتری قرار داشتند. همانطور که می بینید این یک شعبده بازی با میانگین هاست. اگرچه این صحیح است که نوزادان و کودکان زیادی در جوامع ما قبل تاریخ میمردند تعداد به نسبت زیاد اسکلت های اطفال در بیشتر قبرستان های حفاری شده این موضوع را تایید می کند. اما این اسکلت ها هیچ چیزی درباره سن بزرگسالان هنگام مرگ به ما نمیگویند. عددی که معمولا ذکر می شود مربوط به امید به زندگی در هنگام تولد است که تفاوت بسیاری با اندازه دقیق طول عمر رایج برای بزرگسالان دارد. وقتی میخوانید در ابتدای قرن بیستم امید به زندگی در هنگام تولد حدود 45 سال بود اما اکنون این به 75 سال رسیده است و ما این را مدیون ظهور آنتیبیوتیک ها و شاخص های سلامت عمومی هستیم که امکان بقا یا دوری از بیماری های عفونی را فراهم میآورند به خاطر داشته باشید که این افزایش چشمگیر بیشتر باستا به افزایش طول عمر اطفال و رسیدن آنها تا سن بزرگسالی است و نه طولانی تر شدن عمر بزرگسالان در موزامبیک که یکی از نویسندگان کتاب حاضر در آنجا متولد شده و بزرگ شده است میانگین امید به زندگی در هنگام تولد برای یک مرد متاسفانه هنوز هم حدود 42 سال است اما پدر ساسیلدا هنگام مرگ 93 سال داشت و در جاده به راحتی دو شرخ سواری می کرد. او پیر محسوب می شد در حالی که یک مرد چهل ساله پیر محسوب نمی شود حتی در موزامبیک. شکی نیست که بسیاری از اطفال در دوران ما تاریخ در اثر بیماری یا شرایط سخت می مردند. درست همانطور که اطفال سایر نخستی ها گشت زنان و موزامبیکی های امروزی چنینند. اما بسیاری از انسانشناسان این احتمال را قبول دارند که علت بخش بزرگی از مرگ و میر اطفال نه طور که زمانی تصور میشد گرسنگی یا ابتلا به بیماری بلکه پدیده بچه کشی بوده است. آنها استدلال می کنند که جوامع گشت زن تعداد اطفال را محدود نگه می داشتند. طوری که تبدیل به بار اضافی برای گروه نشوند و اجازه نمی دادند رشد سریع جمعیت بر منابع غذایی فشار بیاورد. بچه کشی که حتی فکر کردن بر آن برای ما دل هر آور است حتی امروزه نیز به هیچ بش نادر نیست. یک انسان شناس به نام نانسی شپرهاگز در مورد مرگومیر اطفال معاصر در شمال شرقی برزیل تحقیق کرده است جایی که 20 درصد از اطفال در سال اول تولدشان می میرند. او دریافت که اگر بچه ها بی حال و بی جنب و جوش باشند مادران مرگشان را نوعی برکت می دانند. مادران در مورد این نوع بچه ها به شپرهاکس گفته بودند که اینها بچههایی هستند که خواستشان مرگ بوده است و ارادهشان برای زنده ماندن به قدر کافی قوی یا رشد یافته نبوده است. شپرهاکس متوجه شده بود که این بچه ها در مقایسه با برادر یا خواهرهای قویترشان غذا و توجه پزشکی کمتری دریافت می کنند. جوزف برتسل یکی از بزرگترین محققان دنیا در زمینه فرهنگ بومی استرالیا برآورد کرده است که نیمی از اطفال عمدن از بین برده می شوند. بررسی های گوناگون در جوامع پیشا صنعتی معاصر نشان می دهد که نصف تا سه چهارم جوامع شکلی از بچه کشی را به کار می بندند. برای اینکه خودمان را برتر و دلسوزتر حس نکنیم، بد نیست بیمارستان های مربوط به بچه های سر راهی اروپا را به یاد بیاورید. تعداد اطفال دم مرگ در فرانسه از چهل هزار نفر در سال 1784 به صد و چهل هزار نفر در سال 1822 افزایش یافت. در سال 1830 تعداد 270 جعبه گردان در ورودی بیمارستان های بچه های سرراهی فرانسه وجود داشت که مخصوصاً برای فاش نشدن هویت کسانی که بچه های را در سر راه میگذاشتند گذاشتند تراحی شده بود. با تخمین خوبی می توان گفت که 80 تا 90 درصد از این بچه ها در سال اول ورودشان به بیمارستان می مردند. هنگامی که نیاکان ما برای به دست آوردن غذا کشاورزی دامپروری را آغاز کردند، کارهاشان بر روی قلتک افتاد اما سرعت حرکتشان کافی نبود. زمین های بیشتر، غذای بیشتری در اختیارشان قرار می داد و غذای بیشتر به معنای زاده شدن و تولید شدن بچه های بیشتر است. بچه های بیشتر نیروی کار بیشتر در مزارع و سربازان بیشتر را فراهم می آورد. اما این رشد جمعی از تقاضای بیشتری برای زمین ایجاد می کرد که فقط به واسطه جنگ و تصرف می توانست باقی بماند. به عبارت دیگر تغییر موضع به کشاورزی دامپروری با این باور به ظاهر انکارناپذیر شتاب گرفت که به چنگ آوردن زمین غیر خودی ها و در صورت لزوم کشتن آنها بهتر از این است که بگذاریم بچه خودمان از گرسنگی بمیرند. اخیرا بی, بی سی گزارش داد که بچه کشی عامل 15 درصد از مرگهای گزارش شده اطفال دختر در بخشهایی از جنوب هند است. در چین نیز میلیون ها نفر به این روش میمیرند جایی که بچه کشی دخترها رایج است و قرنها نیز چنین بوده است. یک مبلغ مذهبی که در اواخر قرن 19 هام در چین میزیسته است گزارش کرده است که از 183 نوزاد پسر و 175 نوزاد دختر که در یک جامعه نمونه به دنیا میآیند 126 پسر تا سن 10 سالگی زنده میمانند 69 درصد در حالی که این رقم برای دختران تنها 53 نفر است 30 درصد سیاست تک فرزندی در چین آمیخته با برتر شمرده شدن پسرها از نظر فرهنگی تعداد نابرابری غمانگیز نوزادان دختر در میزان بقا را شدت بخشیده است. یکی از مفروضات فرهنگی مشکل ساز که بر محاسبات جمعیت شناسی نیز اثر میگذارد این است که زمان شروع زندگی با تولد یکسان فرض می شود. این دیدگاه به هیچ وجه جهان شمول نیست جوامعی که بچه کشی در آنها رایج است طفل نوزاد را انسان کامل در نظر نمیگیرند مراسم متداول از غسل تعمید گرفته تا نامگذاری آنقدر به تأخیر میافتد که معلوم شود آن بچه ماندنی است یا نه طبق این نگاه بچه ای که ماندنی نیست اصولا هیچگاه یک موجود کاملا زنده نبوده است آیا هشتاد سالگی همان سی سالگی جدید است کاریکاتوری در مجله نیویورکر دو مرد قارنشین را در حال گفتگو با یکدیگر نشان میدهد یکی از آنها میگوید یک جای کار اشکال دارد ما هوای تمیز داریم آب سالم داریم خیلی هم ورزش میکنیم هرچه میخوریم نیز ارگانیک و خانگیست. اما با این وجود هیچ وقت بیشتر از سی سال عمر نمی کنیم. تحریف های آماری مربوط به بچه کشی تنها عامل سردرگمی در مورد طول عمر انسان های ما قبل تاریخ نیست. همانطور که می توانید تصور کنید تعیین سن مرگ اسکلت هایی که هزاران سال در زیر خاک بودند کار آسانی نیست. و به دلایل فنی گوناگون باستانشناسان اغلب سن مرگ را کمتر برآورد می کنند. برای مثال باستانشناسان سن مرگ اسکلت های یک گورستان مسیحی را در کالیفرنیا برآورد کردند. پس از انجام تخمین ها اسناد مربوط به سن واقعی مرگ افراد این گورستان کشف شد. برآورد باستانشناسان این بود که حدود 5 درصد از افراد تا سن 45 سالگی یا بیشتر زندگی کردند اما مدارک ثابت می کرد که هفت برابر این رقم صحیح است یعنی 37 درصد از مردمی که در گورستان خفتهاند هنگام مرگ بیش از 45 سال داشتند اگر تخمین ها در مورد اسکلت هایی که فقط چند صد سال خدمت دارند تا این اندازه دور از واقعیت است تصور کنید چه میزان عدم دقت در مورد بقایایی که ده ها هزار سال خدمت دارند وجود دارد یکی از روش های قابل اطمینان که باستانشناسان برای برآورد سن مرگ استفاده می کنند بررسی میزان رشد دندان هاست. آنها میزان بیرون آمدگی دندان های عقل از فکر را بررسی می کنند که این به طور تقریبی سن فرد را در هنگام مرگ نشان می دهد. اما نکته اینجاست که رویش دندان عقل در ابتدا یا میانه های سی سالگی متوقف می شود. در این شرایط باستانشناسان سن مرگ را بیش از 35 سال ذکر می کنند. اما این به آن معنا نیست که 35 سالگی سن مرگ بوده است بلکه حاکی از این است که فرد در هنگام مرگ بیشتر از 35 سال عمر داشته است او چه مرد و چه زن ممکن است بین 35 تا 100 سال عمر داشته است کسی نمیداند. این سیستم ردیابی سن مرگ جایی در متون آمیانه به اشتباه تفسیر شده است و این برداشت را ایجاد کرده است که نیاکان باستانی ما به ندرت از مرز 35 سالگی عبور می‌کردند و این اشتباه بزرگی است طیف گسترده ای از منابع حتی در کتب عهد عتیق به افرادی اشاره می کنند که عمری بین 70، تا 20 سال به علاوه 10 تا بیش از 90 سال داشتند. در یک پژوهش دیگر دانشمندان نسبت مغز به وزن بدن را در بین نخستی های مختلف اندازه گیری کردند و بر این مبنا برای هوموساپینس ها به برآورد 66 تا 78 سال رسیدند. مشاهده گشت زنان امروزی این اعداد را تایید می کنند. در قبیله کونگسن اغلب افرادی که به 60 سالگی میرسند انتظار میرود که راحتی تا 10 سال دیگر یا بیشتر یعنی سن تحرک و مشارکت اجتماعی زنده بمانند. بنا به گفته ریچارد لی انسانشناس یک نفر از هر ده نفری که او در زمان اقامتش در بوتسوانا دیده است بیش از 60 سال سن داشته است. همانطور که در فصلهای پیشین اشاره کردیم روشن است که سلامتی کلی انسان شامل عمر طولانی به واسطه پا گذاشتن به عصر کشاورزی دامپروری به طور جدی آسیب دیده است رژیم غذایی انسان از آن تنوع مفرت و غنای غذایی محدود به تعداد کمی دانه های گیاهی احتمالا همراه با مقادیر گهگاهی از گوشت و لبنیات شد برای مثال رژیم غذایی قبیله آچه شامل 78 گونه مختلف از پستانداران، 21 گونه از خزندگان و دوزیستان، 150 گونه از پرندگان، 40 گونه از ماهیها و طیف گسترده ای از گیاهان بوده است. هنگامی که انسان به دوران کشاورزی دامپروری، پرورش دام و دانه پا گذاشت، علاوه بر پایین آمدن کیفیت تغذیه و ارزش غذایی خوراکش، دچار بیماری های مهلک واگیردار نیز شد. در واقع همه چیز برای چنین وضعیتی جور بود. جمعیت متراکمی که در کسافات خود میلولید حیوانات اهلی در فاصله نزدیک که به فضولات ویروسها و انگلهای این مجموعه میافزودند و همینطور مسیرهای تجاری توسعه یافته که انتقال بیماریهای واگیردار را از جوامع مسون به جوامع پذیر آسان مینمود هنگامی که جیمز لاریک و همکارانش هندیهای وارانی اکوادور را که هنوز تقریبا منظوی بودند مطالعه میکردند هیچ علائمی از فشار خون بیماری قلبی یا سرطان نیافتند. همچنین اثری از کمخونی یا سرماخوردگی یافت نشد. هیچ انگل داخلی وجود نداشت. علامتی از شیوع فرج اطفال، زاتوریه، آبله، آبل مرغان، تیفوس، سفلیس، سیل، مالاریا یا ورم کبد دیده نمیشد. این موضوع آنقدر هم عجیب نیست چرا که تقریبا همه این بیماری ها از حیوانات اهلی نشأت می‌گیرند یا مربوط به جمعیت متراکم با قابلیت بالای انتقال بیماری هستند. بیماری های عفونی مهلک یا انگل هایی که امروزه گونه ما را به سطوح آورده در واقع تا پیش از گذار به دوران پرورش دام و دانه امکان شیوع نداشتند جدول 3 صفحه 317 بیماری های مهلک ناشی از حیوانات اهلی ستون اول بیماری های انسان ستون دوم منشأ حیوانی بیماری سرخک منشأ گاو و گاوی سل گاو آبله گاو آبله گاوی آنفلانزا خوک و پرندگان سیاه سرفه خوک و پرندگان مالاریای فالیسپاروم پرندگان افزایش چشمگیر در جمعیت جهان همزمان با رشد کشاورزی دامپروری اگرچه سلامتی افراد را افزایش نداد اما باروری را افزایش داد حال افراد بیشتری برای تولید مثل وجود داشتند اما کیفیت زندگی برای آنها پایین تر بود حتی ادگرتون کسی که دروغ طول عمر کوتاه را به طور مرتب تکرار کرده است این دروغ که امید به زندگی گشت زنان هنگام تولد بین 20 تا 40 سال است با این نکته موافق است که به هر حال گشت زنان از کشاورزان دام پروران سالم تر بودند. نقل قول در سراسر دنیا سلامتی کشاورزان دام از شکارچی گردآوران کمتر بود. پایان نقل قول او می نویسد نقل قول حتی تا میانه قرن 19 و یا حتی قرن 20 هم، طول عمر جمعیت شهری اروپا هنوز پایین تر از شکارچی گردآورندگان بود پایان نقل قول تازه این در مورد وضعیت اروپا است مردم آفریقا اکثریت مردم آسیا و آمریکای لاتین حتی امروز نیز به طول عمر نیاکانشان نرسیدند و در آینده قابل پیش بینی نیز دستیابی به آن به علت فقر شدید عالمگیر گرمایش جهانی و ایدز محتمل نیست بیماریها از حیوانات اهلی به انسان ها منتقل شدند و پس از آن به سرعت از اجتماعی به اجتماعی دیگر راه یافتند. راه اندازی داد و ستت در مقیاس جهانی برای این عوامل بیماریزا یک موهبت بود. تا اون از طریق جاده ابریشم به اروپا راه یافت. آبل و سرخک در کشتی هایی که رو به سوی دنیای جدید داشتند فنهان شدند و سفلیس احتمالا در اولین بازگشت کلمب از سفر با افرادی که از آتلانتیک باز می گشتند همراه شده بود. امروز نیز موج دلها رو ترس هر ساله از انتقال آنفلانزا از شرق دور در دنیای غرب وجود دارد. و سرانجام ویروس ابولا، سارس، باکتری های خوراکی، ویروس H1N1، آنفلانزای خوکی و عوامل بیماریزای بیشمار دیگری که هنوز نامگذاری نشدهاند ما را بی اختیار وادار به شستن دست هایمان می کنند. اگرچه در مورد شیوع گهگاهی بیماری های افونی در دوران ما تاریخ نیز شکی وجود ندارد اما بعید بوده که حتی علی رغم رواج روابط جنسی همزمان با چند نفر در آن دوران این بیماریها گسترش جغرافیایی میافتند. ماندگاری عوامل بیماریزا در گروه های گشت زن که به طور گسترده پراکنده بودند و ارتباط بین گروهی کمی نیز با یکدیگر داشتند تقریبا غیر ممکن بود در واقع شرایط لازم برای بیماری های همگیر تا زمان انقلاب کشاورزی دام پروری به وجود نیامد. این ادعا که داروهای جدید و رعایت اصول بهداشتی ما را از شر بیماری نجات می دهد که مردمان دوران پیشا کشاورزی دام پروری را به نابودی می کشند. مانند این است که بگوییم کمربند ایمنی و کیسه های هوا ما را در مقابل سوانه رانندگی محافظت می کند که نیاکان ما در اثر آن جان می سپردن. بروز استرس تا سرحد مرگ. امروز حتی اگر گرفتار یک ویروس مصری نشوید احتمالا درگیر زندگی پر استرس یا رژیم غذایی ناسالم خواهید شد کورتیزول هورمونی که بدن انسان هنگام بروز استرس تولید می کند مهمترین عامل کاهش ایمنی بدن شناخته شده است به بیانی دیگر هیچ چیز به اندازه استرس بدن را در مقابل بیماری ها ضعیف نمی کند حتی چیزی ظاهرا بیاهمیت مانند خواب ناکافی اثر چشمگیری بر ایمنی بدن دارد شلدون کوهن و شاگردانش عادات خواب 153 مرد و زن سالم را به مدت دو هفته پیش از قرنطینه کردن آنها و قرار دادنشان در معرض ویروس سرماخوردگی مورد بررسی قرار دادند. نتیجه این بود که هر چه فرد خواب کمتری داشت به احتمال بیشتری به سرماخوردگی مبتلا می شد. کسانی که کمتر از هفت ساعت در شب می خوابیدند سه برابر بیشتر احتمال داشت به بیماری مبتلا شوند. اگر می خواهید عمری طولانی داشته باشید بهترین راه این است که بیشتر بخوابید و کمتر بخورید. تا به امروز تنها روش موثر و قابل اطمینان برای افزایش طول عمر پستانداران کاهش جدی در میزان کالری مصرفی است هنگامی که یک آسیب شناس به نام رودی والفورد موشها را با نصف غذایی که میل به خوردنشان داشتند تغذیه کرد طول عمرشان دو برابر شد که این معادل آن است که یک انسان 160 سال عمر کند این موشها نه تنها به مدت بیشتری زنده ماندند بلکه سالمتر و باهوشتر نیز ماندند این ویژگی ها همانطور که می توانید حدس بزنید بر مبنای نحوی دویدن این موش ها در مسیرهای پرپیچ و خم مشخص می شد. ادامه بررسی ها بر روی حشرات، سگ ها، میمون ها و انسان فواید گرسنه بودن در طول زندگی را تایید کرده است. در مطالعه‌ای بر روی 448 نفر که در مجله قلب آمریکا چاپ شد، معلوم شد که پرهیز غذایی دوره‌ای با کاهش 40 درصدی در ابتلا به بیماری قلبی همراه است و اعلام شد که با کاهش مصرف کالری از اغلب بیماری‌ها از جمله سرطان، دیابت و حتی بیماری‌های مغز و اعصاب میتوان جلوگیری کرد. این مطالعات ما را به این نتیجه تناسانه میرساند که در محیط اجدادی که نیاکان ما به شکلی دست به نقد و بدون ذخیره غذایی زندگی میکردند میزان معینی بیثباتی و بیقاعدگی در الگوی تغذیه که شاید به واسطه سبک زندگی همراه با تناسانی خالص و در بینابینش دفعاتی فعالیت حوازی منظم نیز تشدید میشده است می اقدامی در جهت تطبیق پذیری با شرایط و حتی حفظ سلامتی باشد. به عبارت دیگر اگر شما فقط در مواقعی که واقعا گرسنه هستید از طریق شکار یا گردآوری مقدار کمی مواد غذایی کمچرب به دست آورید و بخورید و بقیه وقتتان را با فعالیت های کمتنش مانند داستان گفتن کنار آتش چرت زدن در ننو و بازی کردن با بچه ها بگذرانید روش مناسبی برای طولانی شدن عمرتان انتخاب کرده اید. این چون این است که ما دوباره به پرسش ماندگار و قابل تعمل آن گشت زن می رسیم که وقتی به او شانس عضویت در دنیای متمدن و پرورش دام و دانه داده شده بود پرسیده بود چرا؟ چرا باید آنقدر سخت کار کنیم هنگامی که این همه دانه های مانگوگو در دنیا هست؟ پانویس منظور از پرورش دام و دانه دام و کشاورزی است. پایان پانویس چرا زحمت بجین کردن باغ را برخیش هموار باید کرد وقتی که این همه ماهی میوه و پرنده برای خوردن در اطرافم وجود دارد ما اینجا روی زمین هستیم تا به همه جا گند بزنیم و به کسی هم اجازه ندهیم حرف متفاوتی بزند کورت ونگات در سال 1902 نیویورک تایمز گزارشی چاپ کرد که سرخط آن چنین بود میکروب تنبلی و کند ذهنی کشف شد به نظر می دکتر استایلز جانورشناس دپارتمان کشاورزی میکروبی را کشف کرده است که مسئول تنبلی و کند ذهنی روستاییان سفید پوست فقیر ساکن در ایالات جنوبی آمریکاست. است. اما در واقع به نظر می رسد آنچه این موضوع را می تواند توضیح دهد بررسی صنعت افسار گسیختی حاکم بر این افراد است و نه تنبلی آنها. چند سگ آبی حین صدسازی بر اثر سوانه جان خود را از دست می دهند. آیا پرنده هایی هستند که در آسمان بر اثر حملات سرگیجه به زمین بیفتند؟ چه تعداد از ماهی ها در اثر غرق شدن می میرند؟ این گونه حوادث آنقدر نادرند که میتوان بر سر آنها شرط بندی کرد در حالی که امروز انسان به دلیل عوارض ناشی از استرس زیاد که از نظر بسیاری از افراد طبیعی به نظر میرسد در حال پرداخت هزینه سنگین نیست. کلمه کاروشی در فرهنگ ژاپنی یعنی مرگ در اثر کار زیاد اسناد پلیس نشان میدهد که در سال 2008 2200 کارگر ژاپنی به دلیل شرایط کاری سخت دست به خودکشی زدند و به نقل از سندیکای کارگری رینگو پنج برابر این تعداد از سکته های ناشی از تنش و حملات قلبی مردند اما چه زبان ما دارای چنین اصطلاحی باشد یا نباشد آنچه واضح است این است که اثرات ویرانگر تنش مفرت محدود به کشور ژاپن نیست در پس هر یک از مشکلات رایج نظیر بیماری های قلبی، مشکلات گردش خون، اختلال حازمه، بیخوابی، افسردگی، ناتوانی جنسی و چاقی مفرت نقش یک عامل را نباید فراموش کرد. استرس مفرت سوال اینجاست اگر ما در شرایط هابزی مملو از ترس و استراب دائم تکامل یافته ایم اگر زندگی نیاکانمان واقعا در وضعیتی غیر اجتماعی فقیرانه کثیف پرخشونت و با طول عمر کوتاه گذشته است پس چرا ما هنوز نسبت به استرس تا این حد آسیب پذیر هستیم به چه کسی میگویید خیالاتی به نظر می رسد به جز ادهی که با مسائل به شکلی اقلانی برخورد می کنند، بسیاری از انسانها نیازی شدید دارند که ریشه جنگ را تنیده در سرشت تکاملی ما ببینند. گشت زنان خودکفا را اقوامی فقیر ببینند و این باور دروغین را گسترش دهند که طول عمر بشر در دوران ما قبل تاریخ نهایتا سی یا چهل سال بوده است. اما همانطور که نشان دادیم چون این دیدگاهی نسبت به گذشته انسان نادرست است. اگر زندگی انسان در مقابل تاریخ یک کشمکش دائمی بوده که با مرگ زود هنگام نیز به پایان می رسیده است، اگر گونی ما فقط در پی منافع شخصی است، اگر جنگ هموار همراه ما بوده است و تمایل به آن در سرشت ما جا دارد، در آن صورت هر کسی حق دارد ادعا کند همانطور که استیفن پینکر چنین می کند که اوضاع همواره در حال بهتر شدن است. یک دیدگاه بسیار خوشبینانه پانویس دیدگاه بسیار خوشبینانه پنگلوس پنگلوشین نام شخصیتی در داستان کاندید ولتر است که بسیار خوشبین است. پایان پانویس خبر دلگرم کننده ای است. به این ترتیب گویا ما احتمالا در سلحا لحظات حضور گونه من در روی زمین به دنیا آمده ایم. در واقع این همان چیزی است که بیشتر شنوندگان دوست دارند بشنوند. همه ما میخواهیم باور کنیم که همه چیز در حال بهتر شدن است. گونه ما در حال یادگیری، رشد و کامیابی است. کیست که از اینکه امروز و در این دوران و نه دورانی دیگر به دنیا آمده خوشحال نباشد؟ اما به مانند میهن پرستی یعنی این اعتقاد که کشورتان برتر از دیگر کشورهاست صرفاً به این دلیل که شما در آن زاده شده اید این تصور که زندگی گونه ما در صلحا لحظاتش قرار دارد همانقدر از نظر اقلانی بی اساس است که از نظر احساسی مایی تسلی است. یک روزنامه نگار به نام لویس مناند یادآوری می کند که چطور علم می تواند با توضیح دادن چیزها به گونه ای که تهدیدی برای موجودیت آنها ایجاد نکند کارکردی کردی اصولا سیاسی در جهت حفظ شرایط موجود کانسرواتیو داشته باشد. او به طرز کنایه آمیزی می پرسد چرا شخصی باید شاد نباشد یا دست به رفتارهای ضد اجتماع بزند در حالی که در آزادترین و کامیابترین کشور دنیا زندگی می کند. مطمئنا علت این موضوع رفتی به نظام اقتصادی سیاسی ندارد چه دردتان است همه چیز که خوب است زندگی عالی است و بهتر هم خواهد شد جنگ کمتر عمر طولانیتر انسانی نوین و بهبود یافته این دیدگاه خوشبینانه که دوران کنونی نوین بهبود یافته و فوقالعاده است بر روی تصویری خونبار و تخیلی از گذشته ساخته شده است که اولین بار هابز آن را مطرح کرد با این وجود هنوز هم این دیدگاه ساده لحانه در عرصه عمومی واقع گرایانه خوانده می شود و کسی که از مفروضات بنیادی آن بپرسد ممکن است به عنوان شخص خیالاتی برچسب بخورد که هنوز در غم مرگ ژانیز شوپلین و از مد افتادن شلوار دمپا گشاد است اما نکته اینجاست که این بحث واقع بینانه بر روی تلی از داده هایی با تفسیرهای اشتباه و محاسبات گمراه کننده بنا شده است مرور بیطرفانی شاخه های علمی مرتبط با این موضوع به روشنی نشان می دهد که ده ها هزار سال پیش یعنی پیش از ظهور عصر کشاورزی دامپروری اگرچه دورانی ایدئال و بینقص وجود نداشته است اما بیشتر مقاطع آن دوران با تندرستی صلح بین افراد و گروهها سطح پایین فشار روانی و سطح بالای رضایتمندی کلی برای بیشتر نیاکانمان همراه بوده است آیا ما نویسندگان این کتاب با این گونه بحث کردن ها توانستیم خود را از اتهام عضویت در Delusional Utopian Movement جنبش آرمان خواهان متوهم DUM دام تبرئه کنیم؟ آیا ما نیز پیرو این توهم رسویی هستیم که ما قبل تاریخ هیچ شباهتی به یک کابوس بیپایان نداشته است آیا می خواهیم بگوییم که سرشت انسانی به خشونت، خودخواهی و بهرهکشی گرایش ندارد، بلکه مایل به صلح، بخشش و مشارکت است؟ آیا می خواهیم بگوییم که اغلب نیاکان باستانی ما نوعی حس تعلق اجتماعی را تجربه کردهاند که امروزه حتی برای ما قابل تصور هم نیست؟ آیا می خواهیم بگوییم که کارکرد تکاملی تمایلات جنسی انسان، ایجاد همبستگی اجتماعی و روشی لذت بخش برای پیشگیری یا رفع تعارض‌ها بوده است؟ آیا ما با یک خیال بافی ساده باورانه می بگوییم که انسانهای کهن کوهن بعد از جان سالم به در بردن از سالهای اولی زندگی به همان اندازه یک فرد ثروتمند و خوششانس امروزی زنده می ماندند؟ بی آنکه به هیچ یک از فناوری های پیشرفته پزشکی نظیر قرار دادن استنت فنر درون رگ کرونر قلب داروی دیابت و مفاصلی از جنس تیتانیوم امروزی ما دسترسی داشته باشند خیر اگر واقعا ما بخوایم از چنین مواضعی دفاع کنیم باید بدانید که دیدگاه نو حابزی خیلی روشنتر از دیدگاه ماست حرف ما این است گونه ما ظرفیتی دست کم به همان اندازه که برای تخریب و ویرانگری ظرفیت دارد برای عشق ورزی و سخاوتمندی هم زمینه دارد گونه ما دست کم همانقدر برای همکاری صلحآمیز طراحی شده که برای جنگ و ستیزهای گروهی گونه ما دست کم همانقدر برای روابط جنسی باز و بیخید و بند سیم کشی شده است که برای حسادت جنسی و انحصارگری جنسی. هر دو دنیا بر روی ما گشوده بود تا اینکه حدوداً ده هزار سال پیش تعداد کمی از نیاکان ما به راهی کشیده شدند که آنها را به باخکارهای پررنج و مشقت بیماری و جنگ و تعارض برد راهی که همچنان هم گونه ما در آن گرفتار است خب این مسلما دیدگاه دلگرم کننده ای در باب خط سیر انسان نیست با این اصاف به نظرتان چه کسی در اینجا رومانتیک ساده باور است؟ پایان فصل چهارده هم سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف پیشنوشتار فصل پانزدهم بدنهایی در حرکت رمز و عشق در روان انسان رشد می کند. اما همچنان راهنمایش بدن است. جان دان 1572 تا 1622 هر آدمی داستانی برای گفتن دارد، هر بدنی نیز داستان خودش را دارد. پانویس نویسنده در متن اصلی به این شکل با واژگان بازی کرده است. Everybody has a story to tell. So does everybody and the story told by the human body is rated XXX. پایان پانویس اما همانند هر داستانی از ما قبل تاریخ داستان ما بر دو دسته از شواهد و مدارک استوار است موقیتی و مادی در جلدهای قبل بخش قابل توجهی از مدارک موقعیتی را بررسی کردیم اما در مورد شواهد و مدارک مادی مشکلی وجود دارد برخلاف آن ترانه که میگوید آنچه بالا می رود بایستی پایین بیاید متاسفانه برای باستان شناسان و مایی که بر یافته های آنها تکیه می کنیم آنچه پایین می رود به ندرت دوباره بالا می آید. و حتی وقتی که چنین می شود نیز جلبه های رفتار اجتماعی کهن بر تکیه های از استخوان سنگ چخماق کوزه سفالی به سختی قابل ردیابی است بماند که خود این تکه ها تنها نشانگر بخشی کوچک از چیزی است که زمانی وجود داشته است در کنفرانسی که اخیرا برگزار شد موضوع تحقیقات ماهین صرف صبحانه مطرح شد پروفسوری که در میز کناری نشسته بود حین گوش دادن به بحث ما پیرامون این که مشغول کابش در رفتار جنسی انسان ما قبل تاریخ هستیم به نشانی تمسخر پوسخندی زد و با حالتی فسیحانه گفت چطور به کابش در آن میپردازید آیا صرفا چشمتان را میبندید و شروع به خیال بافی می کنید؟ اگرچه یک فرد هرگز نباید با دهانی پر از بیسکویت چرو به ریشخند دیگران کند اما این پروفسور منظوری داشت گویا منظورش این بود که با توجه به اینکه ظاهرا رفتار اجتماعی انسان هیچ گونه بقایای فیزیکی از خود بر جای نمیگذارد لزوما هر نوع نظریه پردازی درباره آن حاوی کمی تا قسمتی خیال بافی است دیرین شناسی به نام استیون جی گولد یکی از اولین پوست زنان به مفهوم روانشناسی تکاملی بود و میپرسید چگونه میتوان به طور دقیق و با جزئیاتی دانست که گروه های کوچک شکارشی گردآورنده دو میلیون سال پیش در آفریقا چه میکردند؟ ریچارد پاتس مدیر برنامه سمیتسونین در مورد خاستگاه انسان نیز با این نقطه نظر موافق است و هشدار میدهد که بازسازی بسیاری از های رفتار انسان ابتدایی دشوار است چرا که به قدر کافی شواهد و مدارک مادی برای این موضوع در دسترس نیست الگوهای جفتگیری و زبان نمونه های بارزی از این موضوع هستند. آنها هیچ ردپایی از خود بر روی یافته های فسیلی بر جای نمی گذارند. اما پس از آن او به شکلی نجواگرانه اضافه می کند از مطالعات انجام شده بر روی محیط های اجدادی یا بررسی جنبه های معینی از آناتومی و رفتار که از خود شواهد و مدارک مادی بر جای می گذارند می توان به اطلاعاتی در مورد حیات اجتماعی نیاکانمان دست یافت. جنبه های معینی از آناتومی و رفتار که از خود شواهد و مدارک مادی بر جای میگذارند. پرسش اینجاست آیا می با بررسی آناتومی انسان امروز به اطلاعاتی قابل اتکا در مورد جزئیات حیات اجتماعی اجدادمان حتی رفتار جنسی آنها دست یابیم؟ بلی می توانیم. فصل 15 مردی کمی بزرگ در بدن هر موجود زنده داستانی پرتب و تاب از محیطی نهفته است که نیاکان آن موجود در آن تکامل یافتند. میزان موهای بدن او، چربی او و پرهای او خبر از درجه حرارت محیطی میدهند که نیاکان آن موجود در آن میسیستند. دندانها و دستگاه گوارش او حاوی اطلاعاتی در مورد رژیم غذایی اجدادیش است. چشمها، ساق پا و پاهای او نشان از این دارد که نیاکان کهن او چگونه در محیط به گشت گذار می پرداختند. به همین شکل نسبت جسته های نرها به ماده ها و همینطور اجزای دستگاه جنسی آنها حاوی اطلاعات فراوانی در مورد چند و چون تولید مثل آن گونه است. در حقیقت جزئیات جنسی نر، نظیر دوم تابوس یا بال در شیرها و همینطور اندام های جنسی نر بهترین راه برای تمایز گزاری بین گونه های نسبتا نزدیک به یکدیگر است. یک روانشناس تکاملی به نام جفری اف میلر تا آنجا پیش می رود که می گوید به نظر می رسد های تکاملی بر روی جزئیات شکل آلت جنسی نر متمرکز بوده است. برای لحظه این دیدگاه آزارنده فرویدی را که می گوید حتی مادر طبیعت با آلت جنسی مزکر درگیر است کنار بگذارید و به این نکته دقت کنید که بدن ما بیشک حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد رفتار جنسی گونه ما طی هزاران سال گذشته است. در بدن ما سرنخهایی رمزگونه وجود دارد که برای میلیون سال باقی مانده و امروز نیز در بدنهای هر یک از ما حضور دارد. بلی، دقیقا همینجا، در بدنهای ما. بنابراین به جای آنکه چشمان خود را ببندیم و خیال بافی کنیم، بیایید آنها را باز کنیم و شروع به آموختن زبان هیروگلیف بخش جنسی بدن خود کنیم. ابتدا با دو شکلی بودن جسه نر و ماده آغاز می کنیم. این اصطلاح فنی صرفا اشاره دارد به تفاوت بین میانگین جسته نرها و ماده های بالغ در هر گونه. برای مثال در میان میمون های انسان ریخت ها و اورانگوتانهای های نر حدوداً دو برابر جسته همتایان مادهشان است. در حالی که نرهای انسان، بونوبوها و شامپانزه ها تنها 10 تا 20 درصد بزرگتر و سنگینتر از همتایان مادهشان هستند و قامت نرها و ماده ها در گیبون با یکدیگر برابر است. به طور کلی در میان پستانداران و به طور ویژه در میان نخستی ها دو شکلی بودن جسه با میزان رقابت بین نرها و سر آمیزش با ماده ها در آن گونه هم بستگی دارد. در گونه هایی که الگوی آمیزش از نوع برنده همش را برمیدارد است یعنی جایی که نرها با یکدیگر بر سر فرصت های محدود آمیزش رقابت می کنند نرهای بزرگ جسه تر و قویتر غالبا برنده می شوند و همه فرصت ها را از آن خود می کنند. به این طریق است که مثلا بزرگترین و شرورترین گوریل ها مرتبط با بزرگ جسته بودن و شرور بودن را به نسل بعد منتقل می کنند. و به این ترتیب این روند منجر به تکامل گوریل های نر بزرگ جسته تر و شرورتر از قبل می شود. تا زمانی که در فرایند تکامل این جسته های افزایش یافته سرانجام با عامل دیگری که محدود کننده رشد است مواجه شوند. اما در سوی دیگر در گونه هایی که بین نرها و اسرع دستیابی به ماده ها رقابت و نبرد محدودی وجود دارد برای نرها دلایل زیستی کمتری جهت تکامل جسته های بزرگتر و قویتر وجود دارد از این رو این ویژگی ها عمدتا در نرهای آنگونه به چشم نمی خورد و همین دلیل است که مثلا در گیبون ها که از نظر جنسی تکمسر هستند نرها و ماده ها از نظر جسته عملا یکسان هستند با نگاه انداختن به دوشکلی بودن خفیف انسان در جسه با تخمین بالایی میتوان گفت که در چند میلیون سال گذشته نرهای انسان نبرد چندانی با یکدیگر بر سر دست یا بی ماده ها نداشتند. همانطور که در بالا گفته شد بدن مردان در انسان به طور میانگین تنها 10 تا 20 درصد بزرگتر و سنگینتر از زنان است. نسبتی که به نظر میرسد دست کم در چندین میلیون سال اخیر تقریبا ثابت بوده است. اوون لاف جوی از مدتها پیش عنوان کرده است که این نسبت شاهدی بر بودن تک همسری در انسان است در مقاله ای که او در سال 1981 در نشریه ساینس منتشر کرده است استدلال می کند که هم رشد شتابناک مغز نیاکان ما و هم به کارگیری ابزار توسط ایشان نتیجه وجود یک نظام پیش در صبات یافته از مناسبات انسانی است. از نظر او مشخصات این نظام روابط اجتماعی و مراقبت والدینی شدید جفت شدن به شکل تک همسر رفتار جنسی تولید مثلی ویژه و راه رفتن بر روی دو پاست بنابراین لاوجوی استدلال می کند که سرآغاز پیدایش خانواده هستهی و رفتار جنسی انسان می تواند بسیار پیشتر از آغاز دوران پلیستوسن باشد. در حقیقت او نتیجه میگیرد که رفتار جنسی و تولید مثلی منحصر به فرد انسان می تواند با پیدایش او یکی و همزمان باشد. تقریبا سه دهه پس از آن لاوجوی همچنان همان استدلال را در چاپهای بعدی کتابش تکرار می کند. او مجددا در مجله ساینس عنوان کرده است که بررسی بقایای اسکلتی و دندانهای آردیپیتکوس رامیدوس که مربوط به چهار و میلیون سال پیش است این دیدگاه را تقویت می کند که جفت شدن به شکل زوج ویژگی تعریف کننده ی انسان است که حتی پیش از قشر مغز بزرگ و منحصر به فرد ما ظاهر شده است همانند بسیاری از نظریه پردازان مت رایدلی با دیدگاه مبتنی بر کهن بودن تک همسری در گونه انسان موافق است و می نویسد روابط زوجی طولانی مدت هر ایپمن انسان را برای بخش اعظم عمر تولید مثلیش به جفتش مقید می کرده است. اما چهار میلیون سال تک همسر بودن مدت مدیدی محسوب می شود. آیا نباید تا به امروز این مقید شدن کمی موفقتر و کم لغزشتر می شود؟ بدون دسترسی به داده های اسکلتی که ما امروز در مورد دو شکلی بودن جسته بدن در اختیار داریم، داروین تخمین زده بود که انسان‌های اولیه احتمالا در نظام حرمسرایی زندگی می‌کردند. اما ما امروز می دانیم که اگر حدس داروین درست بود، آنگاه مردان معاصر با یه سی حدودا دو برابر زنان می داشتند و همانطور که در بخش بعد نشان خواهیم داد اگر گذشته انسان به مانند گوریل ها حرمسرایی می بود، آنگاه سایز آلت جنسی نر انسان بایستی به طور ناراحت کننده کوچکتر می بود. همچنان ادعی هستند که بی توجه به نبودن شواهد و مدارک کافی بر این نکته پافشاری می کنند که طبیعت نر انسان ساختن حرمسراهایی چند همسری است. برای مثال آلن اس میلر و ساتوشی کانازاوا عنوان می کنند که ما میدانیم که انسان طی بخش اعظم تاریخ چند همسر بوده است زیرا مردان از زنان قد بلندتر هستند این نویسندگان از این هم جلوتر می روند و نتیجه می گیرند. از آنجایی که مردان در انسان ده درصد بلند قدتر و 20 درصد سنگینتر از زنان هستند این نشان می دهد که طی تاریخ انسان ها چند همسر خفیف بودند تحلیل آنان این حقیقت را نادیده میگیرد که تا پیش از دوران کشاورزی دامپروری شرایط فرهنگی لازم که طی آن برخی از مردان بتوانند با انباشت قدرت سیاسی و ثروت چند همسر اختیار کنند و از عهده آنها و فرزندانشان برایند وجود نداشته است در ثانی بلندقدرتر بودن و سنگین تر بودن نسبی مردان در مقایسه با زنان نشان دهنده رقابت کاهش یافته بین مردان است و نه لزوما چند همسری خفیف از اینها که بگذریم در عموزادههایی از نظر جنسی آزاد و بی ما یعنی شامپانزه ها و بونوبه ها نیز دقیقا نسبت جسته نرماده همین است. و این در حالی است که آنها بدون هیچ گونه شرم از تعداد بیشماری روابط جنسی با هر تعداد شریک جنسی که بتوانند گرد هم آورند لذت میبرند. هیچ کس نمیگوید که 10 تا 20 درصد تفاوت نرماده در جسته شامپانزه ها و سندی برای چند همسری خفیف است. وقتی معلوم می شود که این مشخصه جسمانی یکسان دو شکلی خفیف در شامپانزه ها و بونوبوها ها به میزان بیبندوباری جنسی ها ربط داده می شود اما در انسان نشانه چند همسری خفیف یا تک همسری در نظر گرفته می شود صرفا نشان می دهد که روایت مرسوم تا چه اندازه سست و متزلزل است به دلایل مختلف بعید است که گونه ما در گذشته ما قبل تاریخ تحت الگوی حرمسرایی زندگی می کرده است علا وجود افراد مشهوری که اشتهای جنسی فراوانی داشتند، نظیر اسماعیل تشنه بخون، چنگیز خان جوان و ویلت چمبرلین ویژگی های بدنی ما استدلالی قوی علیه نظام حرم سرایی به شمار می رود. پانویس ویلت چمبرلین بازیکن مشهور بسکتبال که اولین فردی بود که بیش از چهار هزار امتیاز را در یک فصل از مسابقات NBA به دست آورد مشهور است که او اعلام کرده در طول عمرش با 20 هزار زن آمیزش داشته است. پایان پانویس وجود هرمسرا از تشنگی عمومی جنس نر انسان برای تجربه تنوع جنسی نتیجه می شود و وجودش گواهی است بر تغییرات اجتماعی به وجود آمده پس از پساکش و نظیر تمرکز قدرت در دست تعداد اندکی مرد همراه با کاهش شدید در خودمختاری زنان. در واقع ظهور حرمسراها از مشخصه های جوامع نظامی و شدیداً سلسله مراتبی از نوع کشاورزی دامپروری و دهقانی است که ساختار جامعه معطوف به افزایش سریع جمعیت گسترش قلمرو و انباشت ثروت است وجود حرمسراهای اجباری هرگز در هیچ یک از جوامع خوراکجوی بیانبار گزارش نشده است پانویس جوامع خوراکجوی بیانبار Immediate Return اشاره دارد به جوامعی که برای بیش از یک یا دو روز آیندهشان غذا ذخیره نمی کنند. از این اصطلاح برای تمایزگذاری گذاری بین این نوع جوامع و جوامع شکارچی گردآورندهای که مواد غذاییشان را انبار انباشت انباشت کنند استفاده می شود. پایان پانویس اگرچه حرکت گونه ما به سمت دوشکلی خفیف در جسه بدن قویا نشان میدهد که از میلیونها سال پیش نرها جایگزینی برای جنگ بر سر فرصتهای آمیزش یافته بودهاند اما این به خودی خود نشان نمی دهد که این جایگزین چه بوده است. بسیاری از نظری پردازان این تغییر را به عنوان تأییدی بر گذر از چند همسری به تک همسری تفسیر کردند. اما این نتیجه گیری نیازمند آن است که امکان جفت شدن چند نر چند ماده را از گذینه های پیش روی نیاکانمان کنار گذاشته باشیم. آری آمیزش یک مرد یک زن رقابت را بین مردان کاهش می چرا که خزانه ای از زنان تنها در سلطه تعداد اندکی از مردان نیست و مردان کمتر مطلوب نیز به زنان بیشتری دست پیدا می کنند. اما یک نظام آمیزشی که در آن هم زنان و هم مردان عموما امکان روابط جنسی متعدد داشته باشند نیز قادر است اگر نه بهتر از نظام تک همسری دست کم به اندازه آن نظام از رقابت بین نرها و بر سر جفت شدن با ماده بکاهد. هر دو نخستی که از همه به ما نزدیکترند از نظر دو شکل جنسی دقیقا شبیه به ما هستند. چرا دانشمندان برای در نظر گرفتن معنای این نکته تعلل می کنند؟ آیا می تواند دلیلش این باشد که هیچ یک از این دو گونه تک سر نیستند؟ ظاهرا تنها دو تفسیر پذیرفتنی برای این تغییر در دو شکلی گونه انسان وجود دارد. یک این موضوع نشان می دهد که نظام جفتی انسان از دیرباز به شکل تک همسر هستهی خانوادهی جنسی بوده است. اگر اینطور است پس چرا زنان و مردان در انسان همانند گیبون ها از نظر جسه برابر نیستند؟ دو این موضوع نشان می دهد که انسان ها به طور طبیعی چند همسر هستند اما آموختند که این تکانه ها را به شکلی نسبتا موفق کنترل کنند. اگر اینطور است پس چرا در انسان ها همانند گوریل ها جسه مردان دو برابر جسه زنان نیست؟ به پیشفرز مشترکی که در هر دو تفسیر وجود دارد دقت کنید بیمیلی جنسی زنان در هر دو سناریو نجابت زنان دست نخورده باقی مانده است و در تفسیر دوم تنها وفاداری جنسی نر مورد شک است هنگامی که سه میمون انسان ریختی که از همه به هم نزدیک ترند درجه یکسانی از دو شکلی بدن هستند آیا نباید پیش از آنکه به نتیجه گیری های غیر واقع بینانه اما از نظر روانی راضی کننده خود چنگ اندازیم حداقل این احتمال را در نظر بگیریم که بدن ایشان بیانگر وجود برخی سازگاری های یکسان در این سگونه است زمان آن رسیده که بحث را به زیر شکم بکشانیم همه چیز در عشق و رقابت اسپرمی معقول است هیچ موردی به اندازه رنگ روشن باسن و بخش‌های مجاور آن در برخی میمون‌ها برای من جالب و گیج کننده نبوده است. چارلز داروین به نظر می رسد که در گونه انسان طی چند میلیون سال گذشته مردان با یکدیگر بر سر دستیابی به جفت جنگ و جدال چندانی نداشتند. البته تا پیش از دوران کشاورزی دامپروری. پروری. اما این به آن معنا نیست که داروین در مورد وجود رقابت جنسی بین نرها و نقش اساسیش در تکامل انسان اشتباه میکرد. حتی در میان بونوبوها که تعارض آشکار بر سر آمیزش جنسی تقریبا به طور کامل قایب است نیز انتخاب داروینی اتفاق میافتد. اما این فرایند در لایه اتفاق میافتد که حتی شاید خود داروین نیز آن را در نظر نگرفته بود یا جرأت اظهار عمومیش را نداشت. بگذاریم، ماجرا از این قرار است که به جای آنکه های نر با یکدیگر رقابت کنند تا ببینند کدام یک شانس آمیزش به دست میآورد همه آنها شانس میآورند و آمیزش می کنند. و آنگاه است که های آنها فرصت مییابند تا با یکدیگر به رقابت و نبرد بپردازند اجویندوینگ که در دهه 1930 بر روی گوپی ها کار می کرد، اصطلاح اسپرم کامپتیشن رقابت اسپرمی را ابدا کرد و جفری پارکر که به مطالعه بر روی سرگین مگسان زرد مشغول بود بعدها این مفهوم را دقیق تر کرد. پانویس گوپی نوعی ماهی که به ماهی رنگین کمانی نیز معروف است. پایان پانویس ایده رقابت اسپرمی بسیار ساده و روشن است. اگر اسپرم بیش از یک نر در مجرای تولید مثلی یک ماده در حال تخمک گذاری ریخته شده باشد، آنگاه اسپرم این نرها بر سر بارورسازی تخمک به رقابت با یکدیگر میپردازند. در گونه هایی که درگیر رقابت اسپرمی هستند، ماده ها غالبا مجهز به ترفند های مختلف برای تبلیغ باروریشان هستند و به این ترتیب نرهای بیشتری را به سمت خود میکشانند. اقدامات آنها از سر و صداهای برانگیزاننده جنسی تا بوهای معطر یا متورم شدن اندامهای جنسی متغیر است که گویا باعث می شود ماتی که شرکت های آرایشی مختلف نیز عمدتا قرمز انتخاب شوند. این فرایند چیزی شبیه به یک لاتاری است که طی آن نرهایی که بیش از همه بریت بخت آزمایی دارند بیش از دیگران بخت پیروزی دارند. ظرفیت عظیم شامپانزه و ها برای تولید اسپرم نیز به همین دلیل است. همچنین این فرایند شبیه به یک مسابقه دوی بامانه نیز هست چرا که بدن جنس ماده انواع مختلفی از حلقه ها برای عبور اسپرم ها از میانشان و خندق ها برای ممانعت از شنای اسپرم ها به سمت تخمک ایجاد می کند تا به این طریق اسپرم های بی ارزش را از دور رقابت خارج کند ما برخی از این موانع را در فصل بعد بررسی خواهیم کرد برخی پژوهشگران عنوان می کنند که این رقابت بیشتر شبیه به بازی راگبی است که اسپرم های نرهای مختلف تیمهایی را با راهبند های ویژه، دوندگان و از این قبیل تقسیم کارها تشکیل میدهند. در مجموع باید بدانید که رقابت اسپرمی به شکل های بسیار مختلفی رخ میدهد. ممکن است داروین آنطور که خود گفته بود توسط این ایده سردرگم شده باشد، اما در حقیقت رقابت اسپرمی از نظریه او پیرامون انتخاب جنسی و دلیل اصلی رقابت بین نرها دفاع می کند. چرا که پاداش نر پیروز در رقابت اسپرمی این است که میتواند تخمک ماده مذکور را بارور کند اما این نبرد در سطح سلولی اتفاق می افتد یعنی بین سلول های اسپرم های نرهای مختلف و محل این نبرد مجرای تولید مثلی ماده است نرهای گونه های از میمون های انسان ریخت که در گروه های اجتماعی چند نر زندگی می کنند نظیر شامپانزه ها، ها و انسانها ها بیزه های بزرگتری دارند و کیسه بیزهشان بیرون از بدن قرار دارد. دیرتر از ماده ها بالغ می شوند و در مقایسه با نخستی هایی که در آنها ماده ها در هر دوره معمولا تنها با یک نر جفت می شوند، نظیر گوریل، گیبون ها و اورانگوتان ها در هر بار انزال حجم بیشتری از منی که حاوی تراکم بیشتری از سلول های اسپرمیز هست تولید می کنند. و که میداند شاید داروین می توانست این فرایند را تشخیص دهد اگر در مورد مسائل جنسی زنان اندکی کمتر تحت آموزه های ویکتوریایی قرار داشت. سارا هاردی عنوان می کند که این پیشفرز داروین که زنان تا رسیدن به بهترین نر دست به آمیزش نمیزنند بود که باعث میشد از متورم شدن اندام جنسی میمون های مسکور دچار سردرگمی شود. هاردی به هیچ وجه ایده داروین مبنی بر خجالتی بودن و عفیف بودن جنس نر را نمیپذیرد و میگوید اگرچه این موضوع در مورد بسیاری از حیوانات صادق است اما چند صد سال است که استفاده از لقب خجالتی و عفیف در مورد رفتار مشاهده شده جنس ماده میمونها و میمونهای انسان ریخت در میان چرخه قاعدگی مورد چالش قرار نگرفته است و امروز نیز همینطور است احتمالا این داروین بوده است که در نوشتن از مسائل جنسی جنس معنس انسان اندکی خجالتی بوده است. این مرد بینوا پیش از آن نیز به زعم دیگران به خدا توهین کرده بود و اکثر افراد از جمله همسر دوست داشتنی و پرهیزکارش به این موضوع پی برده بودند. حتی اگر به ذهن داروین چیزی شبیه به رقابت اسپرمی و نقشش در تکامل انسان خطور کرده باشد به سختی میتوان از داروین انتظار داشت که زن ویکتوریایی فرشتهخوی خوی آن دوران را از جایگاهش پایین بکشد برای نظریه داروین همین به قدر کافی درد سرساز بود که جریان تکامل زنان را شبیه به نوعی تنفروشی برای دستیابی به گوشت، ثروت و منابع نر و سایر چیزها توصیف کرده بود. عنوان کردن اینکه ماده های اجدادی زنانی بی و بدون هیچ گونه احساس شرم بودند که با لذت های شهوانی تحریک می شدند دیگر خیلی فراتر از خط قرمز آن دوران به حساب می آمد. با این همه با وجود اینکه او چه چیزهای مهمی را نمیدانست و نمی توانست بداند داروین خاطر نشان می کند که از آنجایی که این بخش ها در یک جنس ماده و مقایسه با جنس دیگر نر رنگ روشنتری دارد و از آنجایی که این نقاط حین فصل معاشقه درخشنده تر می شوند من نتیجه گرفتم که این رنگ ها در راستای ایجاد جذابیت جنسی تکامل یافتند. من به خوبی آگاه بودم که با این حرف خود را مورد مسحکه دیگران قرار دادم. شاید داروین فهمیده بود که تورم قرمز رنگ اندام جنسی در برخی نخستی های ماده در خدمت تحریک لیبیدوی نر است و لزوماً با نظریه انتخاب جنسی او مطابقت ندارد. حتی شواهد و مدارکی وجود دارد که نشان میدهد شاید داروین دلایلی برای اندیشیدن به وجود رقابت اسپرمی در انسانها در اختیار داشته است در نامه ای از بوتان جایی که او مشغول جمعآوری گیاهان بود دوست قدیمیش جوزف هوکر در مورد انسانهای چند شوهری که با آنها برخورد کرده بود صحبت می کند. جایی که یک زن به طور قانونی ممکن است ده شوهر داشته باشد دو شکلی خفیف در جسته بدن تنها سرنخ آناتومیک از وجود روابط جنسی آزاد و غیر انتصاری در گونه ما نیست. با اندازه گیری نسبت حجم بیزه به حجم کلی توده بدن نیز می توان به سنجش میزان رقابت اسپرمی در هر گونه دلخواه پرداخت. جرد دایموند نظریه اندازه بیزه را یکی از دستاوردهای بی همتای انسانشناسی بدنی مدرن میداند. همانند اکثر ایده های درخشان نظریه اندازه بیزه نیز بسیار ساده و سرراست است گونه هایی که بیشتر آمیزش می کنند در مقایسه با سایر گونه ها نیاز به بیزه های بزرگتر دارند و نرهای گونه هایی که در آنها به طور معمول چندین نر با یک ماده در حال تخمک گذاری جفتگیری می کنند به بیزه های حتی از آن هم بزرگتر نیاز دارند اگر یک گونه دارای بیزههای بزرگ باشد شما می توانید شرط ببندید که نرهای آن گونه با مادههایی که در اطرافشان می به طور مکرر آمیزش می کنند اما در گونه هایی که ماده آمیزش را برای آن مرد راستین ذخیره و حفظ می کنند بیزههای نر نسبت به حجم کلی توده بدنش سهم کوچکی دارد وجود همبستگی بین ماده های حشری و نرهای بیز بزرگ ظاهرا نه تنها در مورد انسان ها و سایر نخستی ها صادق است بلکه برای بسیاری از پستانداران نیز صادق است و همینطور برای پرندگان، پروانه ها، خزندگان و ماهی ها. در مدل جفتگیری گوریل ها که از نوع برنده همه را برمیدارد است نرها با یکدیگر رقابت می کنند تا معلوم شود که چه کسی همه موقعیت های آمیزش را از آن خود می کند. به این ترتیب اگرچه یک گوریل پشت نقره‌ای بالغ حدودا 180 کیلو وزن دارد اما آلتش در کشیده ترین حالت تنها حدود 2.5 سانت طول دارد و بیزه هایش به اندازه لوبیا چیتی است به شکلی که حتی پیدا کردن آن دشوار است چرا که آنها برای ایمنی کامل در داخل بدن این گوریل ها پنهان می شوند. این در حالی است که یک بونوبوی 90 کیلویی دارای آلتی 3 برابر دراستر از آلت گوریل و بیزه هایی به اندازه تخم مرغ است. بسیار بزرگ از نوع AAA به نمودار انتهای فصل نگاه کنید. در بونوبوها از آنجایی که به هر کس قدری فرصت آمیزش می رسد، رقابت بین نرها در سطح سلول های اسپرم رخ می دهد و نه در سطح فردی. در این حالت هم اگرچه تقریبا همه بونوبوها آمیزش جنسی می کنند، با توجه به واقعیت زیستی تولید مثل جنسی، هر بونوبوی به دنیا آمده همچنان تنها یک پدر زیستی دارد. بنابراین بازی همچنان بازی است. انتقال جنهای فرد به نسل بعد. اما زمین بازی متفاوت است. در نظام های چند همسر حرمسرایی نظیر نظام جفتی گوریل ها، نرها پیش از اینکه هر گونه آمیزش جنسی رخ دهد با یکدیگر به نبرد می‌پردازند. اما در گونه هایی با رقابت اسپرمی سلول ها در داخل بدن ماده با یکدیگر می جنگند و نرها نیازی به جنگیدن در بیرون ندارند. در عوض نرها می در کنار یکدیگر با آرامش سر کنند و به این شکل گروه با اندازه بزرگتر امکان وجود می همکاری افزایش می یابد و از ایجاد اختلال در پویایی اجتماعی خودداری می شود. به این شکل می توان توضیح داد که چرا هیچ یک از نخستی هایی که در گروه های اجتماعی چند نر زندگی می کنند تک نیستند. صرفاً به این دلیل که آن نظام جواب نمیدهد. مثل همیشه انتخاب طبیعی به سمت اندام و سیستم های مرتبط نشانه می رود. طی نسل ها در گوریل های نر ماهیچه های قابل توجه برای نبردهای های تولید مثلی تکامل یافته است. در حالی که اندام های جنسی نسبتا کم اهمیت تر آنها رفته رفته کوچکتر شدهاند و به حداقل اندازه مورد نیاز برای باربری سازی های بدون رقیب رسیده است. در مقابل در نرهای شامپانزه ها، بونوبوها و انسان ها نیاز کمتری به داشتن ماهیچه های بسیار بزرگ برای جنگیدن وجود داشته و در عوض در آنها بیزه های قوی تر تکامل یافته است و در مورد نرهای انسان حالتی بسیار جالب توجه. تقریبا می توانیم صدای برخی از خوانندگان را بشنویم که میگویند اما بیزه های من که به اندازه تخم مرغ نیستند. بلی آنها به این اندازه نیستند اما حدس میزنیم به اندازه لوبیا چیتی هایی که درون شکمتان پنهان شده باشند نیز نیستند. انسان ها از نظر نسبت حجم بیزه به حجم کلی بدن در موقعیتی بین گوریل ها و بونوبوها قرار دارند. آنهایی که استدلال می کنند که گونه ما برای میلیون سال از نظر جنسی تک همسر بوده است به این اشاره می کنند که بیزه های انسان از بونوبوها و شامپانزه ها کوچکتر است در حالی که آنهایی که روایت مرسوم را به چالش می گیرند، برای مثال ما یادآور می شوند که بیزه انسان بسیار بزرگتر از چیزی است که در گوریل های چند همسر یا گیبون های تک همسر به چشم می حال باید ببینیم آیا کیسه بیزه ای انسان در نیمه پر لیوان قرار دارد یا نیمه خالی. به نمودار صفحه 365 در مورد مقایسه چندگانه آناتومی میمون های انسان بیخت نگاهی بیندازید. پایان فصل 15 هم. سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. بوف فصل شانزده هم درست ترین معیار سنجش یک مرد کوچک؟ هم شامپانزه ها و هم بونوبا ها از نظر جنسی بسیار آزادتر و غیر تر از ما هستند. بیزه های ما بیانگر این موضوع هستند. بیزه های ما در مقایسه با نارگیل های میمون های انسان ریخت خیشاوندان صرفا در حد نخود است. فرانس دوال متوسط شواهد قانع کننده در مورد اینکه ماده ها تیه تاریخ انتخاب جنسی به طور چند شوهر جفت می شده را می توان در نر انسان مشاهده کرد. شاید روشنترین شاهد اندازه بیزه باشد نسبت بیزه ها به جسه در جنس نر گونه انسان در مقایسه با جنس نر گوریل به طرز قابل توجهی بزرگتر است. مارگو ویلسون و مارتین دالی بزرگ به طور قصد انسان ها در بین نخستی ها در محدودی بزرگترین بیزه ها قرار دارند و از این نظر بیشتر نزدیک به شامپانزه ها هستند تا گوریل ها. این نشان می دهد که ما برای مدت ها به همان اندازه رقابت در سطح فردی درگیر رقابت در سطح اسپرم ها بوده ایم. دیوید باراش و جودیت لپتون همانطور که میبینید اختلاف نظری اساسی در مورد اندازه بیزه های نر وجود دارد باید دید ما در حال صحبت از چه هستیم بادام زمینی یا گردو توپ پینگ پونگ یا بولینگ از یک سو بیزه های مردان امروزی کوچکتر از بیزه های شامپانزه ها و بونوبا هاست اما از سوی دیگر از نظر بزرگی قابل مقایسه با گوریل های چند همسر و گیبان های تک همسر نیست و هر یک از بیزه های انسان حدودا نیم اونس 14 گرم وزن دارد. اگر جواهر فروش باشید می دانید که این یعنی 80 ایار. به این ترتیب هر دو سوی این جدال داغ می تواند شواهدی برای دیدگاه خود ارائه کنند. تنها با اعلام اینکه که بیزه های انسان نسبت به کدام نخستی کوچکتر یا بزرگتر باشد. اما صحبت از اندازه بیزه شبیه به صحبت از سایز کفش نیست. این استدلال که اگر ما از نظر جنسی آزاد و غیر انحصاری تکامل یافته بودیم آنگاه بیزه مردان امروزی می باید به اندازه شامپانزه می بوده بر این فرض بنیادی و اشتباه بنا شده است که اندازه بیزه های انسان طی ده هزار سال اخیر ثابت مانده است. وقتی استفان جی گولد نوشت طی چهل تا پنجاه هزار سال اخیر هیچ تغییر زیستی در انسان رخ نداده است او بر داده های تکیه کرد که تا زمان مرگش در سال 2002 به دست آمده بود. این دیدگاه همچنان به طور گسترده شایع است و از این باور دیرپا ناشی می شود که فرایند تکامل با آهنگی به شدت آهسته صورت می پذیرد و وقوع تغییرات اساسی مستلزم طی شدن هزاران نسل است. گاهی همینطور است اما گاهی نیست چنین نیست. در کتاب انفجار سال ده هزار گریگوری کوچران و هنری هارپردینگ نشان میدهند که بدن انسان قادر است میزبان تغییرات تکاملی بسیار سریع باشد انسانها طی تاریخ ثبت شده هم در ذهن و هم در بدن به طرز اساسی تغییر کردهاند آنها می نویسند مقاومت در برابر مالاریا رنگ چشم آبی و تحمل لاکتوز نمونههایی از تغییرات شتابناک تکاملی است که از زمان آغاز دوره کشاورزی دامپروری در بدن انسان رخ داده است اما مثالی که آنها در کتابشان به آن اشاره نکردهاند اما ممکن است در ویرایش های بعدی کتابشان به آن اشاره کنند اندازه بیزه است اندازه بیزه تقریبا در یک چشم بر هم زدن میتواند تغییر کند خواه این چشم آبی باشد یا نباشد در برخی گونه های لمر نخستی های کوچک شب بیدار حجم بیزه به طور فصلی تغییر می کند. به این شکل که در فصل زادآوری بزرگ می شود و در فصل دیگر دوباره کوچک می شود. درست مثل یک توپ والیبال که سوراخ کوچکی دارد و به آرامی بادش خالی می شود. بافت بیزبی در انسان، شامپانزه و بونوبوها اما جالب است که در گوری ها اینطور نیست. توسط دی این ای کنترل می شود و دی این ای معمولا به سرعت به تغییرات محیطی واکنش نشان می دهد. سه متخصص ژنتیک به نام های جرالد بیکوف، هورنگ هی وانگ و چونگ ایوو در مجله نیچر اعلام می کنند تکامل سریع ژنهای تولید مثلی نر در نسبت منتهی به انسان و شامپانزه کاملا برجسته است. آنها همچنین یادآور می شود که واکنش سریع این ژنها می تواند به طور قابل توجهی با تغییرات رخ داده در الگوهای جفتگیری مرتبط باشد. این موضوع با بررسی رفتارهای اجتماعی جنسی میمونهای انسان آفریقایی جذابتر می شود. در حالی که شامپانزه ها و بنوه های امروزی به طرز واضحی از نظر جنسی آزاد و بی هستند و از فرصت های فراوان برای بارور بر شدن توسط چند نر برخوردارند، گوریل های مادی که در دوره تخم گذاری قرار دارند به احتمال بسیار کمتری توسط چند نر باردار می شوند. لحظه ای به این موضوع دقت کنید. در انسان ها، شامپانزه ها و بنوبه ها، اما نه گوریل ها، ما شاهد تکامل سریع ژنهای مربوط به تولید اسپرم و مایع منی هستیم یعنی عاملی که با آمیزش های چند نفره مرتبط است به همین شکل ژنهایی که با رشد بیزه در انسان شامپانزه و بونوو مرتبط هستند شدیدا نسبت به فشارهای سازشی واکنشی عمل می کنند و بسیار متفاوت از همین جنها در ها هستند یعنی گونه ای که جنس ماده آن غالبا تنها با یک نر آمیزش می کند از آنجایی که بیزه ها به طور کلی از بافتی نرم ساخته شده اند، از خود هیچ نشانی در فسیل ها باقی نمی گذارند. بنابراین در حالی که مدافعان روایت مرسوم میپندارند که حجم بیزه ای انسان برای هزاران سال بدون تغییر باقی مانده است، امروز واضح است که این فرض می تواند اشتباه باشد. ویکوف و وانگ و وو پیشبینی راجر شورت زیست شناس که در سال 1979 صورت گرفته بود را تایید می کنند و می نویسند اندازه بیزه می تواند نسبت به فشارهای انتخابی سریعا واکنش نشان دهد. یکی از شدیدترین اشکال انتخاب در نظامهای جفتی آزاد و غیر انحصاری به چشم می خورد. جفری میلر با این موضوع موافق است که می نویسد تفاوت های وراستی در کیفیت اسپرم و تجهیزات انتقال اسپرم تحت فشار شدید انتخاب قرار دارند. سرانجام زیستشناس تکاملی لین مارگولیس و همکارانش دوریان استدلال می کنند که این اندام های جنسی پربازده به همراه میزان فراوانی قدرت شلیک اسپرمی تنها زمانی می توانست ارزشمند باشد که نوعی رقابت یا چالش در جریان باشد. در غیر این صورت به نوعی اضافی به نظر می رسد. اندام های جنسی پربازده، قدرت شلیک اسپرمی، حال این اصطلاحات را توضیح می دهیم. معنای قدرت شلیک اسپرمی در تفاوت موجود بین پرتاب اولین و آخرین قطره انزالی مرد قابل مشاهده است. انزال انسان مزکر غالبا شامل 3 تا 9 پرتاب است، محققانی که تا اندازه ای به بررسی انزالها ها پرداختند دریافتند که اولین قطرات پرتابی حاوی مواد شیمیایی است که از اسپرم ها در مقابل انواع مختلفی از حملات شیمیایی محافظت می کنند. این مواد شیمیایی غیر از محافظت از اسپرم ها در برابر لکوسیت ها و آنتیژن هایی که در مجرای تولید مثلی زن وجود دارد در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد از اسپرم ها در مقابل مواد شیمیایی موجود در آخرین پرتاب های انزال سایر مردان نیز محافظت می کند. به عبارت دقیق تر پرتاب های نهایی حاوی ماده اسپرم کش است که پیشروی هر گونه مایعی را که پس از آن وارد می شود کند می سازد. به زبان دیگر به نظر می رسد که اسپرم های در حال رقابت مردان ساختار شیمیایی منی یکدیگر را پیش می کند. هم ساختار پرتاب های ابتدایی محافظتی و هم پرتاب های انتهایی تهاجمی. طی ته دهه های گذشته اهمیت رقابت اسپرمی در کنفرانس های علمی و ژورنال های دانشگاهی محل بحث بوده است. گویی که این کشف جدیدی است. اما چند قرن پیش از میلاد ارسطو و اصحابش یادآور شده بودند که اگر یک سگ ماده طی یک دوری باروری با دو سگ نر جفت گیری کند میتواند مجموعی از فرزندان تولید کند که متعلق به یک یا هر دو پدر باشند به داستان هراکلس و ایفیکلس هم دقت کنید شب قبل از ازدواج آمفیتریون با آکلمن زئوس خود را به شکل آمفیتریون درآورد و با دوشیزه همخوابه شد شب بعد آمفیتریون ازدواجش را با آکلمن انجام داد نتیجه آن که آکلمن یک دوقلو به دنیا آورد. ایفیکلیس که پدرش آمفیتریون بود و هراکلس که پدرش زئوس بود. واضح است که یونانیان باستان اطلاع مختصری از رقابت اسپرمی داشتند. این اواخر نیز چندین محقق نشان دادند که میزان تولید اسپرم یک مرد به وقت آمیزش با شریکش زمانی که او شریکش را برای چند روز ندیده باشد به طور قابل توجهی افزایش مییابد و این موضوع فارغ از آن است که طی دوران غیبت مرد مذکور انزال داشته است یا نه این یافته با این دیدگاه که رقابت اسپرمی در تکامل انسان نقش ایفا کرده است مطابقت دارد و حتی میتواند نشان دهنده این نوعی سازگاری با تک همسری باشد در این سناریو متاسفانه یادم نمیآید در آن کنفرانس لعنتی در اورلاندو چه چیزی منجر آن میشد که بدن یک مرد برای افزایش احتمال باربرسازی تخمک زن وقتی آن زن به خانه میرسد اسپرم بیشتری تولید کند تا تو حتی اگر بدترین ترس های آن مرد و شاید داغترین خیالپردازیهایش درست باشند او از نظر ژنتیکی بازنده نباشد در همین راستا زنان نیز گزارش کردند که در این مواقع یعنی پس از جدایی یا زمانی که آن مرد احتمال خیانت همسرش را میدهد شریکشان در تخت خواب پرشورتر است و در عین آمیزش عمیقتر و جدیتر طلنبه میزند ظاهرا این امکان که مردان میتوانند واقعا با فکر کردن به خیانت احتمالی جفتشان از نظر جنسی برانگیخته شوند تا به امروز راه خود را به بحثها باز نکرده است با این حال به بحث پایین راجع به پورنوگرافی توجه کنید نتایج رسوایی آور مفهوم رقابت اسپرمی مستقیما به مسائل جنسی زنان و دیدگاهی که زنان را موجوداتی از نظر جنسی عفیف و نجیب در نظر میگیرد نیز رخ نمی کند. این نوع نگاه مقدس معابانه به زنان چیزی است که داروین در بین افکار عمومی ایجاد کرد و مشخصه اش زنی عفیف و خجالتی است که تنها خود را در اختیار مردی میگذارد که ارزشمندیاش را برای او ثابت کرده و او با دقت آن مرد را انتخاب کرده است و حتی پس از آن نیز آن زن این کار را تنها برای میهنش انجام میدهد. همین نگاه در سخنان دونالد سیمونز وحشت زده نیز میتوان مشاهده کرد. زنی که از نظر جنسی سیری ناپذیر است نه اما پیش از هر کجا در ایدولوژی فمینیسم یافت می شود. امید پسران و حراس مردان ممکن است چنین باشد اما ماروین هریس نقطه نظر دیگری دارد و می نویسد همانند تمامی گروه های مسلط و غالب مردان به دنبال آنند که تصویری از سرشت گروه فرودستشان اشاره دهند که در خدمت تثبیت و حفظ موقعیت کنونی خودشان عمل کند برای چندین هزار سال مردان زنان را نه آنطور که زنان میتوانستند باشند بلکه آنطور که خودشان مردان میخواستند نگریستند از تمامی این مجادلات که بگذریم در مورد وقوع رقابت اسپرمی در جریان تولید مثل انسان هیچ اختلاف نظری وجود ندارد در واقع این موضوع در هر بار آمیزش اتفاق می افتد. یک انزال انسان مذکر حاوی چیزی بین 50 تا 500 میلیون متقاضی است که همگی سعی در گشودن راهشان به سمت تنها شغل موجود دارند باربرسازی رئیس سوال مربوط این است که آیا این متقاضیان تنها در حال رقابت با یکدیگرند یا اینکه با میلیونها متقاضی مشتاق ارسالی توسط مردان دیگر نیز در رقابتند تصور وجود موجودی رقابتی تر از اسپرمنسان دشوار است تیمی از ماهی های میکروسکوپی را تصور کنید که کل وجودشان تشکیل شده از تلاش و تقلا برای جلو رفتن و تصاحب تنها فرصت تولید مثل در میان چند صد میلیون رقیب ممکن است بگویید احتمالش تقریبا صفر است اما موضوع از این قرار است که اسپرم های همه گونه ها با چنین احتمال اندک و جان فرسایی روبرو نیستند برای مثال در برخی گونه حشرات کمتر از 100 اسپرم برای رسیدن به تخمک با یکدیگر مسابقه میدهند همینطور اندازه ای اسپرم ها همواره در مقایسه با فردی که آنها را فرستاده اینقدر کوچک نیستند. مثلا در برخی گونه های مگس میوه اندازه ای اسپرم هنگامی که از هم باز می شود حدوداً 6 سانتی متر است. یعنی چندین برابر بزرگتر از خود مگس. انسان از این نظر در آن سوی طیف قرار دارد و صدها میلیون اسپرم کوچک را به طور همزمان هم می کند. جدول چهار رقابت اسپرمی در میان میمون های انسان ریخت بزرگ صفحه 374 نوع میمون انسان ریخت انسان، شامپانزه، بونوبو، اورانگوتان و گوریل دو شکلی جنسی در جسه بدن به درصد انسان 15 تا 20 درصد، شامپانزه بونوبو 15 تا 20 درصد، اورانگوتان 100 درصد، گوریل 100 درصد. وزن بیزه به گرم ناخالص خالص انسان 15 تا 35 گرم، شامپانزه بونوو 160 تا 118 گرم، اورانگوتان 35 گرم، گوریل 29 گرم. حجم منی در هر انزال به میلی لیتر انسان 4 و 25 صدم، 2 تا 6 و نیم، شامپانزه گوریل 1 و 1، اورانگوتان 1 و 1، گوریل 3 دهم میلی گرم. تراکم اسپرم در 10 به توان 6 در هر میلی متر. انسان 1940 113 1990 66 شامپانزه بونوبو 548 اورانگوتان 61 گوریل 171 تعداد کلی اسپرم میلیون اسپرم در هر انزال انسان 1940 480 1990 280 شامپانزه بونوبو ها 603 اورانگوتان 67 گوریل 51 کیسه های منی انسان متوسط شامپانزه بونوبو بزرگ، اورانگوتان بزرگ، گوریل کوچک. زخامت آلت نر، محیط. انسان 24.5 میلیمتر، شامپانزه بونوبو 12 میلیمتر، اورانگوتان مشخص نیست، گوریل مشخص نیست. طول آلت نر، انسان 13 تا 18 سانتی متر، شامپانزه بونوبو 7.5 سانتی متر، اورانگوتان 4 سانتیمتر گوریل 3 سانتیمتر طول آلت نر نسبت به توده بدن، انسان 163 هزارم شامپانزه بونوو 195 هزارم اورانگوتان 53 هزارم گوریل 18 هزارم وزن بدن نر به کیلوگرم انسان 77 شامپانزه بونوو 46 اورانگوتان 45 تا 100 گوریل 136 تا 24 تعداد آمیزش به ازای تولید هر بچه تقریبا انسان بیش از هزار شامپانزه بونوو بیش از هزار اورانگوتان کمتر از 20 گوریل کمتر از 20 میزان مدت هر آمیزش به ثانیه انسان 474 شامپانزه بونوو 7 هم اورانگوتان 900 ثانیه گوریل 60 ثانیه آمیزش گروهی در عهد سنگ شاید در این قسمت مجبور شوید کمی سرتان را بخارانید به نظرتان چرا در فیلم های پرن آن همه مرد دیگر جنس خواه به شکل گروهی با تنها یک زن آمیزش جنسی می کنند. نترسید اگر بان با فکر کنید تعداد این مردان بیشتر نمی شود. محققان صرفا چیزی را تایید کرده اند که سازندگان فیلم های پرن از مدت ها قبل می دانستند. مردان با تصاویری که محیطی را شبیه سازی می کند که در آن رقابت اسپرمی به طور آشکار در جریان است از نظر جنسی برانگیخته می شوند. هرچند شماره اندکی از ما در قالب این اصطلاحات فنی به این موضوع فکر می کنیم. در اینترنت و صنعت پرن تصاویر و ویدئوهایی که یک زن را با چند مرد نشان میدهد بسیار بیشتر از آنهایی که یک مرد را با چندین زن به تصویر میکشد طرفدار دارد یک گشت و سریع در داده های آنلاین در دنیای ویدئوی سالان نشان از وجود بیش از 900 عنوان ژانر گنگ بنگ دارد پانویس گنگ بنگ موقعیتی که در آن یک فرد با افراد زیادی از جنس مخالف به نوبت با آمیزش جنسی میپردازد پایان پانویس و در مقابل تنها حاوی 27 عنوان تحت ژانر گنگبنگ معکوس است شما از اعداد و ارقام سر در میآورید چرا نرهای متعلق به گونه که به گفته برخی برای 19 و نه دهم میلیون سال لباس تک همسری به تن داشته است باید توسط صحنههایی از آمیزش گروهی از مردان با یک یا دو زن از نظر جنسی برانگیخته شوند شکاکان ممکن است استدلال کنند که علاقه به این جانر می تواند تنها بیانگر علاقه تجاری یا یک مده گذرا باشد. بسیار خوب. اما این شواهد تجربی را چطور توضیح می دهید که نشان می دهد مردانی که به تصاویر مربوط به رقابت اسپرمی دو مرد با یک زن نگاه می کنند در مقایسه با مردانی که به تصاویر نگاه می کنند که تنها سه زن در آن حضور دارند انزالشان حاوی درصد بیشتری اسپرم جنبنده است. و چرا خیانت زن متعهل همواره در بالاترین یا نزدیک به بالاترین درجه تخیلات جنسی مردان متعهل قرار دارد. از پجوهش های آلفرد کینزی گرفته تا دانسویچ. تا آنجا که میدانیم هیچ زائقه مشابهی در میان زنان برای ترجیح مزامین شهوانی که در آنها چند زن میان سال فربه با تتوهای زننده موهای بد آرای شده و جورابهای مشکی با یک مرد جذاب و حشری آمیزش کنند وجود ندارد. به این موضوع فکر کنید. آیا این اشتهای های مردان برای صحنه های چند نره می تواند بازتابی از پرن های آمیزش های گروهی دوران پلیستوسن باشد؟ در ذهنتان تیفی متنوع از جوامع را که پیشتر بررسی کردیم و در آنها زنان تیم از مردان شکارچی را با عرضه آمیزش های متوالی یاری و ترغیب می کردند در نظر داشته باشید. همین حرکات پر جنب و جوش و پویا را می هر یک شنبه با گروه های از زنان منگوله به دست در چمن مصنوعی، کوتاه‌ترین شلوارک ها و نمایش گروهی زنان جوان با پاهای سکسی به چشم دید. اگرچه تبیین های دیگری نیز برای این جنبه های نامتعارف و عجیب زندگی معاصر ممکن است، اما این جنبه ها با دوران مقبل تاریخ که بین نرها رقابت اسپرمی در جریان بوده است، به خوبی مطابقت دارند. پایان فصل 16 هم. سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف فصل هفدهم گاهی یک آلت مذکر صرفا یک آلت مذکر است کار درستی می کنیم که آزادی بی حد و حصر و نافرمانی این عضو را یادآور می شبید. عضوی که بسیار بی موقع در زمانی که ما نمیخواهیم خود را به جلو می کشد و بسیار بی موقع وقتی که بیش از هر زمان دیگر به آن احتیاج داریم ما را ناامید می کند. این عضو بر سر دستیابی به اقتدار به شکلی متکبرانه با اراده ای ما رقابت می کند و لجوجانه و مغرورانه همه تحریکات انجام شده توسط ما را رد می کند. هم تحریکات ذهنی و هم دستی ما را. میشل مونتین در باب آلت مزکر احتمالاً آلت خودش. حواستان با خندیدن پرت نشود. انسان مزکر اندام جنسیش را بسیار جدی می گیرد. در روم باستان پسران ثروتمند از یک بولا تصویر در صفحه 377 استفاده می کردند. یک قوطی کوچک که در آن یک نسخه المسنا از یک آلت راست شده قرار داشت. این آلت مینیاتوری که در این قوطی قرار داشت اصطلاحاً به نام فاسینوم نامیده می شد. تصویر صفحه 378 کتاب و نشان از تعلق جوان مسکور به طبقات بالای اجتماع داشت. در همین راستا در کتاب یک ذهن برای خودش دیوید فریدمن در مورد تاریخ جالب توجه و آموزنده ای آلت نر می نویسد امروز 1500 سال پس از فروپاشی امپراتوری روم برای توصیف هر چیزی به قدرتمندی یا برانگیزانندگی یک نعوز از واژه فسینیتینگ بسیار شبیه به فاسینوم به معنای هیجان انگیز و باشکوه استفاده می شود. با کمی به عقب برگشتن بیشتر در میابیم که در کتاب های مقدس تورات و خروج فرزندان جاکوب از ران او جوانه میزدند. اکثر مورخان موافقند که ران عملا یک راه معدبانه برای اشاره به چیزی است که بین رانهای یک مرد قرار دارد. فریدمن می نویسد به نظر واضح می رسد که بین یهودیان قسم خوردن مقدس از طریق دست گذاشتن بر روی عضو نر صورت می گرفته است. بنابراین دستکم به گفته فریدمن عمل قسم خوردن بر روی بیزه فرد هنوز هم احتمالا در واژه تستیفای به معنای شهادت دادن یا در زبان فارسی در اصطلاح به مردانگی قسم به حیات خود ادامه میدهد از این مسائل عجیب و غریب تاریخی که بگذریم برخی استدلال می کنند که متوسط بودن اندازه بیزه انسان و کمتر بودن تعداد اسپرم انسان در مقایسه با شامپانزه و بونوبو وجود هر گونه رقابت اسپرمی قابل ذکر در جریان تکامل انسان را منتفی می سازد. ولی این درست است که میزان اسپرم انسان 60 تا 235 زب در ده به توان 6 در هر میلیمتر است در مقایسه با رقم تعمل برانگیز 548 زب در ده به 6 در شامپانزه ها. اما رقابت اسپرمی تنها به یک موضوع تعداد اسپرم محدود نمی شود. برای مثال در برخی از گونه ها مایع منی توریست که یک در پوش تناسلی تشکیل می دهد و به این طریق مانع ورود هر گونه اسپرم متعاقب به کانال سرویکال یعنی رحمی می شود. جالب است که گونه هایی که درگیر این نوع رقابت اسپرمی هستند نظیر مارها، جوندگان، برخی حشرات، کانگاروها عملا دارای آلتهایی با کلاهک های بالا آمده یا انهنامانند در انتها هستند که کارکردش بیرون کشیدن هر گونه در پوش ساخته شده توسط نر قبلی در دهانی رحم است. هرچند دست کم یک تیم از محققان داده های ارائه کردند که نشان می دهد مردانی که به طور مکرر آمیزش می کنند منی تولید می کنند که برای مدت طولانی تری به حالت جلی و درمی باقی می ماند. اما به نظر نمی رسد که دستگاه جنسی انسان مجهز به این درپوش های تناسلی باشد. با این حال اگرچه آلت نر در انسان انحنای تحتانی ندارد اما پیچیدگی های خاص خودش را دارد. آلن متخصص مسائل جنسی نخستی ها می نویسد در نخواستی های نظیر گیبون ها که در گروه های خانوادگی شامل یک زوج بزرگ سال به علاوه فرزندان زندگی می کنند، معمولا نر دارای آلتی کوچک و نسبتا تخصص نیافته است. اما در گونه مثل انسان موضوع کاملا برعکس است و آلت نر در انسان نه کوچک است و نه تخصص نیافته. زیست تولید مثل راجر شورت شورت فامیل واقعی اوست. می نویسد بزرگ بودن آلت راست شده نر در انسان در تقابلی شدید با آلت میمونهای انسان ریخت بزرگ قرار دارد و این پرسش را برمی انگیزد که چه قواعد تکاملی خاصی در کار بوده است. اینجاست که جفری میلر جلو می آید و می گوید در بین تمامی نخستی های موجود انسان مذکر بالغ دارای دراسترین، کلوفتترین و انعتاف ترین آلت نرین است. میمون انسان ریخت بزرگ با آلتی بزرگ انحنای غیرعادی کلاهک آلت نر در انسان باعث ایجاد یک تاج لبهدار برای آلت می شود که این ساختار ویژه همراه با تلمبه های پرفشار مکرری که در آمیزش جنسی نر انسان به چشم میخورد، بین 500 تا هزار ضربه در یک آمیزش عاشقانه باعث ایجاد خلع در مجرای تولید مثلی ماده می شود این شرایط خلع اسپرم های احتمالی موجود از نر قبلی را از اطراف تخمک بیرون می کشد و به این شکل به اسپرم خود مرد کمک می کند تا به محل عملیات فرستاده شود. اما آیا این حرکت ایجاد کننده خلع باعث نمی شود که اسپرم خود آن مرد نیز بیرون کشیده شود؟ نه. زیرا در لحظه انزال پیش از آنکه آلت حالت متورم سفت خود را در بخش ساقه از دست بدهد سر آلت کوچک می شود و به این شکل عمل مکش را که می تواند فرزندان خود مرد را از مجرای زن بیرون بکشد خونسا می کند. چه هوشمندانه محققان شجاع و بیترس توانستند در شرایط آزمایشگاهی این فرایند را که سمن دیسپلیسمنت جابجایی منی معروف است نشان دهند. در این آزمایش آنها به جای منی از منی مصنوعی که از مایع سفید رنگ درون دانه های بلال ذرت به دست می آید استفاده اند. از همین مایع برای شبیه سازی انزال های در بسیاری از فیلم های پرن استفاده می شود. پروفسور گوردون جی و تیمش با استفاده از واجن های لاستیکی و آلت نرینه مصنوعی نشان دادند که تنها با یک ترمبه آلت مصنوعی بیش از 90 درصد از مخلوط منی مانند خارج می شود. گالوپ در مصاحبه با خبر آنلاین بی بی سی این موضوع را چنین توضیح می دهد. نظریه ما این است که در نتیجه وجود رقابت برای پدر بودن در نرهای انسان آلتهای مجهز و منحصر به فرد تکامل یافته است که قادر به خارج کردن منی باقی مانده از سایر نرها در واژن ماده است. ارزش دارد که یک بار دیگر تکرار کنیم که آلت نر در انسان دراسترین و کلوفتترین آلت در بین تمامی نخستی هاست. هم با معیار مطلق و هم با معیار نسبی. و علا رقم های سنگینی که نر انسان میزند مدت آمیزشش با اختلاف بسیار فاحشی طولانی تر از بونوبه ها 15 ثانیه، شامپانزه ها 7 ثانیه و یا گوریل ها 60 ثانیه است. نر انسان به طور میانگین بین 4 تا 7 دقیقه دوام می آورد. این در حالی است که آلت نر در شامپانزه یک عضو باریک و مخروطی شکل است و در آن چیزی شبیه به کلاهک لبدار موجود در آلت نر انسان نیست. به همین شکل در آمیزش شامپانزه ها و بونوبه ها ترمب زدن های مداوم نیز شایع نیست. خودمانیم اصولا در هفت ثانیه چه کاری را میتوان به طور مداوم انجام داد. به این ترتیب اگرچه نزدیکترین میمونهای انسان ریخت خیشاوند ما از نظر اندازه بیزه از ما پیشی گرفتند اما از نظر اندازه آلت جنسی، مدت زمان آمیزش و طراحی تخصصی آلت در مقایسه با انسان حرفی برای گفتن ندارد علاوه بر این حجم میانگین منی در یک انزال انسان حدوداً چهار برابر بیشتر از شامپانزه است که با در نظر گرفتن این موضوع تعداد سلول های اسپرم انسان مزکر در هر انزال در حدود شامپانزه قرار میگیرد. به این پرسش برگردیم که آیا اندازه کیسه بیزه انسان در نیمه خالی است یا نیمه پر؟ بیرون بودن کیسه بیزه از بدن در گونه انسان از وجود رقابت اسپرمی در جریان تکامل انسان خبر می دهد. گوریل ها و گیبون ها به مانند اکثر پستاندارانی که دارای رقابت اسپرمی نیستند عموما مجهز به این بخش نیستند کیسه بیزه شبیه به یک یخچال یدکی در یک گاراژ است که تنها برای سرد نگاه داشتن آبجو قرار داده شده است داشتن چنین یخچالی نشان می دهد که احتمالاً شما از آن نوع هستید که هر لحظه احتمال می رود برایش یک مهمانی جور شود پس می‌خواهید برای این موضوع آماده باشید کیسه بیزه نیز کارکرده مشابهی دارد این عضو از, از طریق چند درجه خنکتر نگاه داشتن بیزه ها در مقایسه با زمانی که داخل بدن باشند به اسپرم ها امکان تجمع و زنده ماندن به مدتی طولانی تر می دهد تا چنان که نیاز بود اسپرم کافی در دسترس باشد. هر کس که تا به حال از این نوع یخچال ها تهیه کرده باشد می تواند به شما بگوید که این تنظیمات بالقوه پر هزینه است. در مورد کیسه بیزه نیز همینطور است. قرار گرفتن بیزه در بیرون از بدن احتمال آسیب آن را افزایش می دهد. و این طراحی در مقایسه با زمانی که بیزه ها به شکلی امن درون بدن قرار دارند عملا نوعی دعوت به آسیب یا تصادف است این موضوعی واضح است و به سختی بتوان در مورد اهمیت آن اقراق کرد با در نظر گرفتن منطق خشکی که تحلیل های هزینه فایده ای تکاملی دارد ما می توانیم تقریبا مطمئن باشیم که این سازگاری قرار گرفتن بیزه در بیرون از بدن بدون دلیل نمیتواند باشد اگر کاری برای انجام دادن نیست دلیل حمله جعب ابزار چیست؟ شواهد و مدارک قانع کننده ای وجود دارد که نشان می دهد در دوران اخیر در نر انسان میزان تولید اسپرم و همینطور حجم بیزه به طور قابل توجهی کاهش یافته است. محققان از کاهش نگران کننده در تعداد میانگین اسپرم و همینطور کاهش قدرت اسپرم هایی که زنده می مانند خبر می دهند. یک پژوهش نشان داده است که تعداد میزان اسپرم در مردان دانمارکی از 113 زب در ده به توان 6 در 1940 به نصف این تعداد در سال 1990 66 زب در ده به توان 6 رسیده است. لیست علل بالقوه این سقوط بلند است. از مواد مصرف استروژن مانند در محصولاتی نظیر سویا و شیر گاوهای آبستن گرفته تا کود کودهای شیمیایی، استفاده از هورمون رشد در گله های دام و مواد شیمیایی به کار رفته در محصولات پلاستیکی پژوهشی که اخیرا انجام شده نشان میدهد که داروی پاروکستین که یک داروی ضد افسردگی وسیعا تجویز شده است و تحت عناوینی نظیر سروکسات یا پاکسیل فروخته می شود می تواند به دی این ای سلول های اسپرم آسیب برساند یک پژوهش بر روی وضعیت تولید مثلی انسان در دانشگاه روچستر نشان می‌دهد. مردانی که مادرشان حین آبستنی بیش از هفت بار در هفته گوشت قرمز مصرف می سه برابر بیشتر از دیگران احتمال دارد در دسته ساپفردو کم قرار داشته باشند. منظور از کمبارور وجود کمتر از 20 میلیون اسپرم در هر میلی لیتر از منی فرد است. در میان پسران این مادران گوشت قرمزخار میزان کمباروری 17 و درصد بود در حالی که در میان مردانی که مادرشان کمتر از این مقدار گوشت قرمز مصرف کرده بودند میزان کمباروری پنج و درصد بود به نظر میرسد که در نر انسان بافت تولید کننده اسپرم بسیار بیشتر از مقداری است که مورد نیاز هر نخستی تک همسر یا چند همسر است مثلاً بعد نیست بدانید که امروزه نر انسان در هر گرم از بافت تولید کننده اسپرمش تنها حدود یک سوم تا یک هشتم از میزان اسپرمی که در هر گرم از همین بافت در هشت پستاندار دیگر مورد آزمایش تولید می شود را تولید می کند. محققان وجود این ظرفیت مازاد را در مورد سایر جنبه های اسپرم انسان و فیزیولوژی تولید منی او نیز نشان دادند. وجود همبستگی بین پایین بودن دفعات انزال و ابتلا به انواع مشکلات سلامتی شاهد دیگری است از اینکه مردان امروزی از تجهیزات تولید مثلیشان به اندازه ظرفیت بالقوه این بخش ها استفاده نمی کنند. برای نمونه یک تیم از پژوهشگران استرالی دریافتند مردانی که بین سالهای 20 تا 50 از عمرشان بیش از 5 بار در هفته انزال را تجربه می کنند یک سوم کمتر از دیگران در سالهای بعدی زندگی دچار سرطان پروستات می شوند. غالبا در منی علاوه بر فروکتوز، پوتاسیوم، روی و سایر معلفه های بی خطر مقادیر ناچیزی از مواد سرطانزا وجود دارد. از این رو محققان فرض را بر این گرفتند که کاهش میزان سرطان در این افراد میتواند به علت تخلیه مکرر این مجراها باشد. یک تیم متفاوت از دانشگاه سیدنی در اواخر سال 2007 اعلام کرد که تجربه انزال به طور روزانه به شکل چشمگیری میزان آسیب به دی سلولهای ای سلول های اسپرم مردان را کاهش می دهد و به این ترتیب میزان زایایی مردان را افزایش می دهد. کاملا عکس باور متداول در این باره. پس از آنکه به چهل مرد که دچار اسپرم آسیب خورده بودند آموخته شد تا برای یک هفته به طور روزانه به انزال برسند، تقریبا در همه این افراد در مقایسه با اعضای گروه کنترل که برای سه روز از رسیدن به انزال من شده بود آسیب های کروموزومی کمتری رخ داد. تجربه ارگازم های مکرر با عملکرد قلبی بهتر نیز همراه است. یک پژوهش که در دانشگاه بریستول و دانشگاه کوین بلفاست انجام شده است نشان می دهد مردانی که سه یا بیش از سه بار در هفته به ارگازم می رسند، به احتمال 50 درصد کمتر از دیگران به علت ابتلا به بیماری کرونر قلب می میرند. Use it or lose it یا از آن استفاده کن یا از دستش بده این یک اصل بنیادی در انتخاب طبیعی است فرایند تکامل با آن منطق حسابگرانش به ندرت یک ارگانیزم را برای کاری که صورت نمیگیرد مجهز می کند. اگر سطح معاصر برای تولید اسپرم و منی همان میزانی بود که برای نیاکانمان اتفاق میافتاد آنگاه بعید بود که در گونی ما این میزان ظرفیت مازاد تکامل مییافت مردان امروزی دارای پتانسیلی به مراتب بیش از مقداری هستند که به کار میگیرند اما اگر معلوم شود که بیزه های مردان امروزی از نظر اندازه صرفا رد پایی از بیزه های انسان های اجدادی است آنگاه دیگر چه میتوان گفت از آنجا که فرد نازا از خود فرزندان و تباری نمیگذارد این یک حقیقت پرواضح در نظریه تکاملی است که نازایی نمیتواند به ارث برده شود اما زایایی پایین چیزی است که میتوان در شرایط معین به نسل های بعد منتقل شود همانطور که در بالا بررسی شد در انسانها شامپانزهها و بونوبوها کروموزومهایی که با بافت تولید کننده اسپرم مرتبط هستند به سرعت به فشارهای سازشی واکنش نشان میدهند بسیار سریعتر از سایر بخشهای ژنوم یا کروموزومهای همتا مثلا در گوریلها در محیط تولید مثلی که تصور کردیم و مشخصش تعاملات جنسی مکرر است ماده عموماً حین هر دوره تخمک گذاری با چندین نر آمیزش می‌کردند. همانطور که ماده های شامپانزه و بونوبو چنین می کنند. بنابراین نامحتمل بوده که مردانی با زایایی نابهنجار ضعیف بتوانند پدر این کودکان شوند چرا که اسپرم های ایشان توسط اسپرم های سایر شریک های جنسی ماده ها کنار زده می شده است. در چنین محیط های ژن های مربوط به تولید اسپرم های سالم و قدرتمند قویا ترجیح داده می شدند و در سوی دیگر جهش هایی که منتج به کاهش زایایی نرم می شده، از خزانه ژنی حذف می شده است و این همان شرایطی است که هنوز هم در مورد شامپانزه ها و بونوبوها صادق است اما حال بیایید پیامدهای ناشی از تحمیل الگوی تک همسری جنسی از جانب فرهنگ را در نظر بگیرید حتی زمانی که این اجبار تنها بر روی زنان اعمال شود و در عمل نیز غالبا تا همین اواخر چنین بوده است در یک نظام جفتگیری تک همسر یعنی جایی که یک زن تنها با یک مرد آمیزش جنسی انجام می دهد، هیچ رقابت اسپرمی بین آن مرد و سایر مردها صورت نمی گیرد. آمیزش جنسی شبیه به انتخابهای سوری در حکومت های دیکتاتوری می شود. تنها یک کاندیدا وجود دارد و همان نیز پیروز می شود و اهمیتی ندارد اگر رأی اندکی آورده باشد. به این ترتیب در چنین شرایطی حتی برای مردی که در تولید اسپرم با اختلال مواجه است این احتمال وجود دارد تا سرانجام قادر به تولید مثل شود و به این ترتیب پسران و شاید دخترانی تولید کند که با احتمال بالقوه فزاینده برای زایایی ضعیف روبرو هستند در این شرایط ژنهایی که با کاهش زایایی مرتبط هستند دیگر از خزانه ژنی خارج نمی‌شوند. آنها در خزانه ژنی منتشر می شوند و منجر به کاهش تدریجی در زایایی کلی جنس نر می شوند و زوال بافت تولید کننده اسپرم در انسان را عمومیت می بخشند. استفاده از عینک در دوران کنونی به بقا و تولید مثل افرادی با مشکلات بینایی کمک کرده است در حالی که در های اجدادی این مشکلات می توانست آنها و جنهایشان را محکوم به نابودی کند. به همین شکل تک همسری جنسی نیز به جهش های کاهنده زایایی اجازه داده است تا خود را تکثیر کنند و عملکرد بیزه را تضعیف کنند یعنی اتفاقی که هرگز در میان نیاکان غیر تک همسر ما نمیتوانست دوام آورد تخمین های اخیر نشان میدهد که امروز در سراسر جهان حدوداً از هر 20 مرد یکی دچار اختلالات اسپرمی است و این مشکل تبدیل به شایع ترین علت زیر زایایی در میان زوجین شده است معیار کمباروری ناتوانی در بارورسازی همسر پس از یک سال تلاش در نظر گرفته می شود. تمامی برآوردها خبر از آن می دهد که این مشکل به تدریج در حال بدتر شدن است. دیگر کمتر کسی در یخچال گاراژش آبجو می گذارد. از این رو نوعی فروپاشی در جریان است. اگر مدل ما در مورد وضعیت جنسی انسان در مقابل تاریخ صحیح باشد، آنگاه شاید بتوان گفت که علاوه بر سموم محیطی و افسودنی های غذایی، تک همسری جنسی نیز یک عامل اساسی در بحران ناباروری معاصر است. شیوع گسترده تک همسری همچنین می تواند توضیح دهد که چرا علا رقم گذشتهی از نظر جنسی آزاد و غیر انحصاری ما بیزه های انسان معاصر کوچکتر از بیزه های شامپانزه ها و بونوبه هاست. و این موضوعی است که به واسطه ظرفیت اضافی تولید اسپرم ما در مقایسه با نیاکان ما نیز نشان داده می شود. به واقع تک همسری جنسی می تواند به خودی خود در حال کوچک کردن بیزه های مردان باشد. شاید بتوانیم پایانی بر این جدال اعلام کنیم. جدال بین آنهایی که میگویند گویند بیزه های کوچک انسان از داستانی رمانتیک و پیوندگونه بین دو جنس حکایت می کند که شاید رد آن را بتوان تا آغاز نسب انسان دنبال کرد و کسانی که عنوان می کنند بیزه های انسان نسبتاً بزرگتر از چیزی است که یک گونه تک باید داشته باشد. و این موضوع نشان دهنده ی هزاران سال چند همسری خفیف است. واقعیت این است که انسان در مقایسه با سایر نخستی ها دارای بیزههایی با اندازه متوسط است. با نشانه های قوی از اینکه که اخیرا کوچک شده است اما همچنان قادر است انزال های خوابی صدها میلیون اسپرم تولید کند. بیزههای های نر انسان همراه با آلتی که برای رقابت جنسی تکامل یافته است قویا نشان می دهند که ماده اجدادی طی هر چرخه قاعدگی چندین معشوقه را تجربه می کردند. بیزه های انسان معادل با سیب های در حال خشکیدن بر یک درخت پاییزی هستند. این کوچک شدن خبر از روزهای گذشته می به عنوان راهی برای سنجش این فرضیه ما باید نشان دهیم که اندازه آلت و بیزه ها در میان گروه های نژادی و فرهنگی مختلف متفاوت است. این تفاوت‌ها که به طور نظری علتش تفاوت‌های اساسی و دائمی در شدت رقابت اسپرمی در دوران تاریخی اخیر است، چیزی است که واقعاً وجود دارد. البته اگر جرأت نگاه انداختن به آن را داشته باشیم. از آنجایی که متناسب بودن کاندوم با اندازه آلت نقش بسزایی در کارایی کاندوم است، سازمان بهداشت جهانی برای بخش‌های مختلف جهان کاندوم‌هایی با سایزهای متفاوت پیشنهاد کرده است. کاندوم ارز 49 میلیمتر برای آسیا، 52 میلیمتر برای آمریکای شمالی و اروپا، 53 میلیمتر برای آفریقا. تمامی کاندوم ها دراستر از چیزی هستند که اکثر مردان با ان نیاز دارند. کاندوم هایی که در چین برای بازار داخلی تولید می شود 49 میلیمتر ارز دارد. طبق پژوهش که توسط انجمن پژوهش های پزشکی هند انجام شده است، علت حرکت زیاد کاندوم روی آلت و پارگی کاندوم عدم تناسب بین اندازه ی آلات بسیاری از مردان هندی و استاندارد های بین المللی استفاده شده در ساخت کاندوم است. بر اساس مقاله‌ای که در مجله نیچر چاپ شده است، بیزه های مردان چینی و ژاپنی به طور میانگین کوچکتر از بیزه های مردان نژاد هند و است. نویسنده این مقاله نتیجه می گیرد که تفاوت در سایز بدن سهم اندکی در این موضوع دارند. سایر محققان نیز این آمار و ارقام عمومی را تایید کردند و نشان دادند که وزن میانگین بیزه ها برای آسیایی ها 24 گرم، برای هندو اروپایی ها 29 تا 33 گرم و برای آفریقایی ها 50 گرم است. محققان تفاوت های بارزی در اندازه بیزه بین نژادهای های گوناگون انسان یافتند. حتی پس از کنترل تفاوت های سنی بین نمونه های آماری، اندازه بیزه دانمارکی های بزرگسال بیش از دو برابر همتایان چینیشان است. این میزان تفاوت بسیار بیش از چیزی است که از روی تفاوت بین نژادها در نظر سایز بدنی پیش بینی می شود. در این راستا برآوردهای های مختلف نشان می دهد که مردان هندو اروپایی روزانه حدود دو برابر مردان چینی اسپرم تولید می کنند. 185 تا 235 زب در ده به 6 در مقایسه با 84 زب در ده به 6. خاننده گرامی، ما در حال شنا کردن در بخش های خطرناکی از این آبها هستیم یعنی مبحثی که نشان میدهد فرهنگ محیط و رفتار میتواند در آناتومی و آناتومی جنسی منعکس شود با این وجود هر زیست شناسی یا پزشک متبهری میداند که بین نژادهای مختلف از نظر آناتومیک تفاوت وجود دارد و نباید فراموش کرد که علارغم حساسیت های دهشتناک پیرامون این موضوعات اتفاقا در نظر نگرفتن پیشینه نژادی در تشخیص و درمان بیماری ها اقدامی غیر اخلاقی باشد. هنوز بخشی از مقاومت در برابر پذیرش تأثیر رفتارهای تحریم شده از نظر فرهنگی بر آناتومی جنسی انسان تا حد زیادی ناشی از دشواری یافتن اطلاعات تاریخی موثق در مورد نرخ صحیح بیبندوباری جنسی ماده هاست. این دشواری تا حد زیادی به سرشت عاطفی هیجانی اظهار نظر پیرامون این موضوع برمیگردد علاوه بر این پیش از هر گونه نتیجه گیری در مورد رابطه بین تک همسری جنسی و آناتومی اندام جنسی بایستی نقش عوامل غذایی و محیطی را نیز لحاظ کرد برای مثال بسیاری از رژیم های غذایی آسیایی شامل مقادیر زیادی فراورده های سویاست و بسیاری از افراد غربی نیز مقادیر فراوانی گوشت قرمز مصرف می کنند و معلوم شده است که هر دوی این مواد سویا و گوشت قرمز باعث کاهش کلی و سریع در حجم بیزه و میزان تولید اسپرم می شوند. با در نظر گرفتن سرشت جنجالی این قبیل تحقیقات و پیچیدگی های ناشی از سر و کله زدن با این همه متغیر شاید تعجبی نداشته باشد اگر محققان محدودی جسارت وارد شدن به این حوزه را داشته باشند. شواهد و مدارک به دست آمده از نقاط مختلف جهان نشان میدهد که فعالیت جنسی انسان بسیار فراتر از آنچه برای تولید مثل لازم است صورت می گیرد. در حالی که امروز کارکرد اجتماعی آمیزش جنسی اساسا حفظ خانواده هسته در نظر گرفته می شود، واقعیت این است که میزان فعالیت جنسی انسان از تنها راهی که جوامع به منظور ترویج ثبات اجتماعی انرژی های جنسی انسان را به سویان هدایت و کانالیزه می کنند بسیار فراتر می رود. در گونه انسان برای تولید هر کودک صدها یا هزاران آمیزش صورت می گیرد و این حتی از تعداد آمیزش های شامپانزه ها و بونوبوها به ازای تولید هر بچه هم بیشتر است و بسیار بیشتر از تعداد آمیزش های گوریل ها و گیبون ها برای تولید هر بچه. هنگامی که مدت زمان میانگین برای هر آمیزش نیز اندازه گیری شود در میابیم که مدت زمان خالصی که توسط انسان صرف فعالیت جنسی می شود به آسانی از هر نخستی دیگری بیشتر است. حتی اگر تمامی خیال پردازی ها، رویاها و خود ارزایی ها را از محاسبه کنار بگذاریم. کوهی از شواهد و مدارک وجود دارد که نشان میدهد رقابت اسپرمی نقش بسزایی در تکامل انسان ایفا کرده است به قول یک محقق اگر در فرایند تکامل انسان نبردهای اسپرمی نقش نداشت بایستی های جنسی مردان کوچک می بود و مقدار اسپرم بسیار کمتری تولید می کردند. علاوه بر این نه به طلوم حین آمیزش نیازی بود و نه به هیچ رویا و خیال پردازی جنسی و یا خود به همین شکل می بایستی هر یک از ما تنها به تعداد دفعات محدودی آمیزش در کل زندگی احساس نیاز می سکس و جامعه، هنر و ادبیات و در حقیقت کل فرهنگ انسان بایستی متفاوت از چیزی بود که در حال حاضر هست. می توان به این لیست این نکته را که مردان و زنان باید وزن و قد یکسانی نیز می داشتند اگر ترک همسر می بودند و یا اینکه مردان احتمالاً باید دو برابر زنان جسته می داشتند اگر چند همسر بودند نیز اضافه کنیم. درست همانطور که در سهره مشهور داروین در جزایر گالاپاگوس برای باز کردن و شکستن مغز میوه های متفاوت نوک با ساختارهای متفاوت تکامل یافته بود در گونه های نزدیک به یکدیگر نیز برای رقابت اسپرمی غالبا سازوکارهای متفاوتی تکامل میابد. تکامل جنسی شامپانزه و بونوبو با مبتنی بر استراتژی انزالهای مکرر حاوی مقدار اندک اما شدیدن متراکمی از اسپرم است. در حالی که در انسان استراتژی دیگری تکامل یافته است که چون این مشخصه هایی دارد. آلت نر برای بیرون کشیدن اسپرم های از پیش موجود در مجرای تناسلی ماده طراحی شده است و این کار از طریق طلوم بزدن های فراوان و مکرر صورت می گیرد. انزال های نر انسان کم تعدادتر در مقایسه با شامپانزه و بونوبه هاست اما در هر بار انزال حاوی مقادیر بیشتری و اسپرم است. حجم بیزه و شور جنسی نر انسان بسیار بیشتر از چیزی است که برای آمیزش در قالب تک همسری یا چند همسری به آن نیاز است. در نر انسان کنترل رشد بافت بیزوی در ارتباط با دی ای است یعنی عاملی که به سرعت نسبت به شرایط محیطی واکنش نشان میدهد. این نوع دی این ای ظاهرا در نخستی های تک همسر یا چند همسر وجود ندارد. در نر انسان تعداد اسپرم تولید شده در هر انزال حتی امروز نیز در محدوده شامپانزه و بونوبوها قرار دارد و در نر انسان بیزه ها در کیسه بیزه در بیرون از بدن قرار دارند که جایگاهی خطرناک و آسیب پذیر است و کار کردنش با آمیزش هایی از نوع آزاد و غیر انحصاری مربوط است. در زبان اسپانیایی واژه اسپرار می هم به معنی انتظار داشتن باشد و هم به معنی امید داشتن و این از طریق دقت به موضوع بحث تعیین می شود. بوگوکی می نویسد باستانشناسی تا حد زیادی به واسطه چیزهایی که طرز فکر امروزی در محدوده قابل پذیرش برای رفتار بشر میداند محدود و چارچوب بندی می شود. این موضوع در مورد دیدگاه های تکاملی نیز صادق است. علا رقم پیام های واضحی که در بدن و زائقه هر انسان وجود دارد، شاید بسیاری همچنان نتیجه بگیرند که گونه انسان یک گونه تک همسر است. زیرا این همان چیزی است که آنها انتظارش را دارند و امید دارند تا در انسان مشاهده کنند. پایان فصل هفدهم. سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آبای بوف آوای بوف فصل در پیشا تاریخ در اینجا شما نمونه ای از قدرت استدلال مرد را می بینید او واقعیت های معینی را مشاهده می کند مثلا اینکه در تمام طول عمرش هرگز روزی را ندیده که بتواند یک زن را ارضا کند و همینطور اینکه هیچ زنی هرگز روزی را به چشم ندیده است که در آمیزش کم بیاورد این مردان خوشفکر این حقایق تکان دهنده و تعمل برانگیز را کنار هم قرار میدهند و از آنها این نتیجه درخشان را بیرون میکشند قصد خالق این بوده که زن محدود به یک مرد باشد مارک تواین نامههایی از زمین اخیرا مرد جوانی را در لاس رامباس در بارسلونا دیدیم که با افتخار تیشرتی پوشیده بود که رویش نوشته بود او به دنیا آمده تا بگاید ممکن است کسی فکر کند که آیا او مجموعه کاملی از این تیشرت ها در خانه دارد؟ او به دنیا آمده تا نفس بکشد؟ او به دنیا آمده تا غذا بخورد؟ او به دنیا آمده تا بنوشد؟ او به دنیا آمده تا بریند؟ و البته قمنگیز اما اشتناب ناپذیر او به دنیا آمده تا از دنیا برود اما شاید او منظور عمیقتری داشته است از هرچه بگذریم استدلال محوری این کتاب این است که آمیزش جنسی برای مدتهای مدیدی کارکردهای کلیدی فراوانی برای گونه ما داشته است و در میان این کارکردها تولید مثل تنها آشکارترینشان است با توجه به اینکه ما انسانها در مقایسه با هر گونه دیگری بر روی زمین وقت و انرژی بیشتری را صرف برنامه ریزی، اجرا و یادآوری کردههای جنسی خود می شاید لازم باشد همه ما چنین تیشرتهایی بتن کنیم یا شاید فقط زنان باید چنین تیشرتهایی بتن کنند هرچه باشد وقتی موضوع به آمیزش جنسی میرسد مردان شبیه به دوندگان سرعت رجس خانی میکنند اما این زنان هستند که برنده همه ماراتون ها می شوند. هر مشاور ازدواجی به شما خواهد گفت که شایع ترین گلایی جنسی زنان در مورد مردان این است که مردان بسیار سریع و سریع آمیزش جنسی انجام میدهند. در حالی که شایع ترین گلایی جنسی مردان از زنان این است که زنان برای اینکه موتورشان گرم شود انبوهی تقاضا دارند پس از یک ارگازم یک زن میتواند توقع اورگازم های بیشتر و بیشتری داشته باشد بدن یک زن وقتی به حرکت میافتد گرایش به آن دارد که در حرکت باقی بماند اما مردان میآیند و میروند برای آنها پرده به سرعت فرو میافتد و ذهن درگیر مسائل نامربوط می شود. وجود این تقارن در گلایه های دو جنس نشان دهنده ناسازگاری تقریبا مزهکی بین واکنش جنسی زنان و مردان در الگوی آمیزش تک همسری است باید به این موضوع فکر کنید. اگر مردان و زنان برای میلیون ها سال در قالب زوجهای تک همسر با یکدیگر تکامل یافتند، چرا ماجرا به چنین وضعیت ناسازگاری منتهی شده است؟ ماجرا مثل این است که ما برای هزاران هزار سال با یکدیگر دور میز شام غذا می‌خوردیم، اما همچنان نیمی از ما نمیتوانند جلوی خود را بگیرند و همه چیز را ظرف چند دقیقه به شکلی دیوانوار و شلخته میبرند. در حالی که نیمی دیگر هنوز در حال چیدن میز و روشن کردن شمع ها هستند ولی ما میدانیم استراتژی های ترکیبی تعداد زیادی اسپرم کم ارزش در مقابل تعداد اندکی تخمک بسیار با ارزش در یک سبد و از این قبیل داستان اما این واکنش جنسی آشکارا ناهمساز را زمانی بسیار بهتر میتوان توضیح داد که انسان را به عنوان گونه در نظر بگیریم که در قالب گروه از نظر جنسی آزاد و غیر تکامل یافته است به جای آنکه نظریه از درون نظریه بیرون بکشیم تا بتوانیم الگوی جفتی ناپایدار کنونی را متناسب جل بدهیم و عناوینی نظیر تک همسری همراه با برخی لغزش ها چند همسری خفیف استراتژی های جفتی ترکیبی و یا تک همسری متوالی ابدا کنیم آیا بهتر نیست با یک سناریو روبرو شویم و این تبیین های خود متناقض و ناهمخوان را کنار بگذاریم بسیار خوب آن را شرم آور شاید حتی برایتان تحقیرآمیز باشد اما به راستی 150 سال پس از انتشار کتاب منشای انواع آیا زمان آن نرسیده که به پذیریم نیاکان ماته یک مسیر جنسی شبیه به آنچه دو عموزاده نخستیشان که از همه به ما نزدیکترند و همچون ما به شدت اجتماعی و هوشمند هستند تکامل یافتند؟ چطور است که برای هر پرسش دیگری که در مورد خواستگاه رفتار انسان داریم به سرنخهای مهم به دست آمده از مطالعه شامپانزه و بونوباها نگاه میاندازیم زبان، استفاده از ابزار، اتحاد سیاسی، جنگ، مصالحه، نودوستی اما وقتی پای الگوی جفتگیری و آمیزش جنسی به میان می آید، ما موضوع را به ناگهان دور میزنیم و سر از آن خیچابند بسیار دور ضد اجتماعی با به هوشی پایین اما تک همسر یعنی گیبون در میآوریم. آوریم. واقعا منطقی است؟ ما نشان داده ایم که چگونه انقلاب کشاورزی دام به تغییرات اجتماعی عمیقی دامن زد که ما امروز نیز همچنان درگیرش هستیم. شاید انکار آزاد و غیر انحصاری بودن گذشته جنسی ما در پیشا تاریخ نشان دهنده ترس قابل فهم ما از بیثباتی اجتماعی باشد اما نکته اینجاست که نیاز مسررانه به یک نظم اجتماعی پایدار در قالب آنچه که اغلب یادآور میشویم یعنی واحد خانواده هسته ای نمیتواند تاثیر صدها هزار سالی را که گونه ما پیش از اسکان در چارچوب آبادی های ثابت تجربه کرده است پاک کند. اگر شامپانزه ها و بونوبه های ماده قادر بودند سخن بگویند آیا واقعا فکر می کنید که آنها نزد دوستان معنس پشمالویشان از اینکه نرهاشان که زود هنگام دچار انزال می شوند و برایشان دیگر گل نمی شکایت می احتمالا نه زیرا همانطور که دیده ایم هنگامی که یک شامپانزه یا بنوبوی ماده در حالت پذیرای جنسی قرار داشته باشد عموما در مرکز توجه تعداد زیادی نر برانگیخته و مصمم قرار می گیرد و هرچه توجه بیشتری را به سمت خود جلب کند برای نرها جذابتر می شود زیرا از قرار معلوم اموزاده نخستی نر ما از طریق مشاهده و شنیدن صدای آمیزش جنسی همگونه هایش برانگیخته می شود تصور کنید. چه هرزگردی های نفرت انگیزی که ذهن انجام نمی دهد. هیچ مردی که حتی اندکی از چنین موضوعاتی سر درآورد بیخبر نیست که چه چیز نشانه های دردناک ظهور و تداوم انقباضات عضلات اسپاسمی که رحم زن را بیدار می کند و چه چیزی هرزگردی های نفرت انگیز ذهن جنون مرض مالیخولیا بیماری های غیر عادی رحم را در این جنس باعث می شود گوی افراد مبتلا جادو شده بودند ویلیام هاروی تمرین های آناتومی که در رابطه با مسائل تولید مثل در مخلوقات جاندار 1653 هیستری یکی از اولین بیماری هایی بود که به صورت رسمی شرح داده شد پانویس هیستری یک اختلال نسبتا شایع روانی با پیامدهای تنانی و روانی نظیر برانگیختگی مفرط هیجانی فلج اعضا و غیره پایان پانویس بغرات این بیماری را چهار قرن قبل از میلاد توصیف کرد و شما می توانید آن را در هر متن پزشکی در مورد سلامت زنان که از دوران وسطا تا سال 1952 که هیستری از لیست بیماری های پزشکی خارج شد پیدا کنید یعنی 21 سال پیش از آن که هم جنس گرایی از این لیست خارج شود هیستری تا همین اواخر یعنی اوایل قرن بیستم همچنان یکی از شایع ترین بیماری ها در ایالات متحده و بریتانیای کبیر بود ممکن است تعجب کنید اگر بفهمید که پزشکان چگونه طی قرنها این مشکل مزمن را معالجه می کردند. ما به شما خواهیم گفت پزشکان برای بیماران زن آنقدر خود ارزایی می کردند تا آنها به ارگازم برسند با استناد به یافته های مورخی به نام راشل ماینز، بیماران معنیس از زمان بغرات تا دهه 1920 عموماً ماساژ داده میشدند تا به ارگازم برسند. بفرمایید بنشینید، پزشک نزد شما خواهد آمد. در حالی که برخی از پزشکان این کار را به پرستاران خود محول می کردند، اکثر پزشکان این درمان را خود انجام می دادند. هرچند ظاهرا خیلی هم کار آسانی نبوده است. ناتانیل هایمر در 1660 می نویسد که آموختن این فن آسان نبود و بیشباهت به بازی پسران که با یک دست شکمشان را مالش می دادند و با دست دیگر سرشان را می نبود. با وجود همه چالش هایی که پزشکان مرد در یادگیری این فنون با آن مواجه بودند به نظر می رسد که این تلاش ارزشش را داشته است کتاب بهداشت و بیماری های زنان که در سال 1873 منتشر شد تخمین می زند که حدوداً 75 درصد از زنان آمریکایی به این درمان نیاز دارند و اینکه آنها در واقع بزرگترین مشتریان بازار خدمات درمانی محسوب می شوند. علیرغم این ادعای دونالد سیمونز که نزد تمام افراد آمیزش جنسی به عنوان لطف یا خدمتی در نظر گرفته می شود که زنان برای مردان انجام میدهند ظاهرا برای قرنها به ارگازم رساندن خدمتی بوده است که پزشکان مرد برای زنان انجام میدادند البته از برای رسیدن به پول بخش اعظم این اطلاعات از کتاب فوقالعاده خانم ماینز به نام فناوری ارگازم به دست آمده است که به بررسی این بیماری بر راههای درمانش طی قرنهای مختلف پرداخته است و علائم این بیماری چه ها بوده است؟ تعجبی ندارد اگر بدانید که آنها با علائم مربوط به محرومیت جنسی و برانگیختگی جنسی مزمن یکی بودند. استراب، بیخوابی، زودرنجی، عصبی بودن، خیال پردازی شهوانی، حس سنگینی در ناحیه شکم، و ورم نواحی پایین لگن و لیز بودن واژه. این درمان اصطلاحا پزشکی که برای زنان حشری و محروم از سکس به کار میرفت یک انحراف مقطعی که محدود به تاریخ باستان باشد نبود بلکه تنها یک جلوه از یک جنگ باستانی در رابطه با آسیب شناسی شور جنسی زنان بود شوری که متخصصان در تمام این قرون حتی وجودش را به سختیم پذیرفتهاند حتا مردانی که این درمان پولساز را ارائه دادند در مقالات پزشکیشان که در مورد هیستری برای درمانش منتشر میکردند حرفی از ارگازم به میان نمیآوردند در عوض آنها مباحثاتی جدی و سنگین مطرح میکردند در باب اینکه ماساژ ناحیه تناسلی زن منجر به تکانش عصبی شده و به این طریق برای بیمار تسکین و رهایی مقطعی به همراه میآورد در واقع برای پزشکان این بیماران بسیار ایدئال بودند زیرا نه از مشکلشان میمردند و نه بهبود میافتند آنها صرفا پس از مدتی دوباره برمیگشتند و مشتاقانه دوره های درمانی بیشتری را طلب میکردند این مقدمات ممکن است برخی خوانندگان را به فکر وادارد که چه شغل خوبی اگر بتوان آن را یاد گرفت اما بسیاری از پزشکان ظاهرا چنین احساسی نداشتند راشل ماینز می نویسد هیچ شواهدی مبنی بر اینکه پزشکان مرد از ارائه این درمان و ماساژ لگنی یعنی لذت می بردند وجود ندارد. اتفاقا برعکس این گروه زبده از مردان از هر فرصتی استفاده می کردند تا بتوانند به جای انگشتان از ابزار دیگری استفاده کنند. به نظرتان منظور ماینز از ابزار دیگر چیست؟ اگر توانش را دارید تا انتهای لیست را بخوانید. یک ماشین دو زندگی، دو پنکه، سه کتری چای، چار، توستر نان برشته کن پنج یک نکته اینها اولین پنج وسایل الکتریکی هستند که مستقیما به مصرف کنندگان آمریکایی فروخته شد تسلیم شدید ویبراتور کمپانی هامیلتون بیش راسین واقع در ایالات ویسکانسین اولین ویبراتور خانگی را در سال 1902 به نام خود ثبت کرد و آن را به عنوان پنجمین وسیله الکتریکی که برای مصرف خانگی تهیه شده بود به بازار ارائه کرد در سال 1917 تعداد ویبراتورها در خانه های امریکایی ها بیشتر از توستر بود اما پیش از آنکه این ویبراتورها تبدیل به یک ابزار برای خود درمانی شود تمام لذت جوانی در درون شما خواهد جولید یک آگهی تبلیغاتی پیشنهادی این وسیله برای دهه ها در مطب پزشکانی که از مالاندن شکمشان با یک دست و همزمان دست کشیدن به سرشان به سطوح آمده بودند استفاده میشد به واسطه معجزات اصر صنعتی بسیاری از پزشکان راهی یافتند تا این درمان را ماشینی کنند حال نوبوق آمریکایی میتوانست ارگازم را برای زنانی که آن را در زندگی های محروم از سکس به همراه با نجابت انکار کرده بودند به تولید انبوه برساند اولین ویبراتورها توسط این پزشکان پرتکاپو اختراع شد در اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم متفکران حوزه پزشکی از تمامی ابزارها برای برانگیختن و ایجاد تکانش های عصبی در بیمارانشان یاری می گرفتند. برخی از این ابزارها با نیروی دیزل کار می کردند و برخی دیگر با بخار مثل یک لوکوموتیو کوچک برخی از آنها اختراعاتی عظیم بودند که با زنجیر و قرقره از داربست آویزان می شدند. مثل موتور اتومبیل در یک مغازه مکانیکی برخی دیگر دارای پیستونهایی بودند که آلت مصنوعی را با ضربه به حرکت در می آبرد. یا آب پرفشار را به سمت اندام جنسی بیمار هدایت می کردند مثل یک تیم از آتش که برای خاموش کردن آتش شهوت زنان فراخوانده شده بودند و در پس تمامی اینها پزشکان خوب هرگز در ملای عام تصدیق نمی کردند که آنچه در حال انجامش هستند بیشتر سکس است تا پزشکی اما شاید حتی, حتی حیرت از سکوت ایشان در برابر پول گرفتن برای ایجاد تکانش های عصبی این حقیقت است که همین نهادها و مقامات پزشکی از این باور حمایت می کردند که میل جنسی زنان نیروی ضعیف است که حتی وجودش محل تردید است. اما ارائه ارگازم های خارج از زناشویی برای زنان در قالبی اجتماعا پذیرفته تنها در انحصار عرصه پزشکی بود و با خود ارزایی شخصی زنان یا دختران برای رسیدن به ارگازم سرسختانه مخالفت می شد. در سال 1850 جورنال پزشکی و جراحی نیو خود ارزایی را دشمن شماره یک مردم اعلام کرد و هشدار داد برای انسانیت نه تا نه جنگ، نه آبله، نه انبوی از شیاطین هیچ یک خطرناکتر و مصیبت بارتر از عادت خود ارزایی نیست. خود ارزایی عنصر مخرب جامعه متمدن است. به کودکان بزرگسالان هشدار داده میشد که خود ارزایی تنها عملی گناه آلود نیست بلکه بسیار خطرناک است و با کوری، ناباروری، جنون و سایر مشکلات سلامتی نیز همراه است. از این گذشته این نهادهای سلطه چنین جا انداخته بودند که زنان به هنجار و سالم میل جنسی اندکی دارند. یک اسبشناس آلمانی به نام ریچارد وانکرافت ابینگ در سال 1886 در کتابش به نام آسیب شناسی روانی مسائل جنسی چیزی را عنوان کرد که همه از قبل فکر می کردند می دانند. اگر یک زن از نظر ذهنی به طور به هنجار و سالم رشد کرده باشد و فرهیخته و معقول باشد میل جنسی اندکی دارد. اگر غیر از این بود کل دنیا تبدیل به فاحشه خانه میشد و ازدواج و تشکل خانواده غیر ممکن میشد. نشان دادن این که زنان از تجربه اورگازم لذت میبرند و حتی فراتر از آن به طور منظم به اورگازم نیاز دارند برای مردان خبری تکان دهنده و برای اکثر زنان تحقیرآمیز بود. شاید هنوز هم همینطور باشد. در حالی که ریشه های مخالفت جنون آمیز با خود ارزایی به اعماق تاریخ یهودی مسیحی برمیگردد این باورها توسط کتاب سیمون آندرو تیسوت به نام رساله در باب بیماری های ناشی از خود تحریکی جنسی به این مخالفت ها توجیه پزشکی شومی نیز اعطا کرد این کتاب در سال 1758 منتشر شد تیسوت ظاهرا موفق به تشخیص علائم سیفلیس و سوزاک شده بود که در آن زمان بیماری واحدی در نظر گرفته میشدند اما او در کتابش این علائم را به اشتباه به عنوان نشانه های توهی شدن منی در نتیجه وباری جنسی، تنفروشی جنسی و خود ارزایی معرفی کرده بود. یک قرن بعد در سال 1858 یک متخصص بریتانیایی زنان و زایمان به نام ایزاک بیکر براون رئیس جامعه پزشکی لندن در آن زمان اعلام کرد که اکثر بیماری های زنان ناشی از تحریک مفرط سیستم عصبی است و در این میان اعصاب منطقه تناسلی که به کلیتوریس منتهی می‌شود مقصر شماره 1 است. او 8 مرحله از نوع بیماری پیشرونده که به دلیل خود ارضایی در زنان آغاز می‌شود را لیست کرد. 1. هیستری 2. آزردگی نهایی 3. سرع هیستریک 4. تنش ناشی از جمود عذلانی 5. تنش ناشی از سرع 6. دیوانگی 7. جنون مرگ. بیکر براون عنوان کرد که بهترین راه برای جلوگیری از این سریال مرگبار که از لذت جویی آغاز شده و به دیوانگی و نهایتا مرگ منجر می شود برداشتن کلیتوریس توسط عمل جراحی است پس از کسب شهرت بسیار و انجام تعداد نامعلومی جراحی کلیتوریس برداری روش های بیکر براون از محبوبیت افتاد و او از انجمن زنان زایمان لندن با ننگ و بدنامی بیرون انداخته شد بیکر براون متعاقب آن دیوانه شد و عمل برداشتن کلیتوریس نیز در محافل پزشکی بریتانیا از اعتبار افتاد. متاسفانه بعد از آن نیز نوشته های بیکر براون همچنان تأثیر قابل توجهی بر جرایی های پزشکی در سرتاسر سر منطقه آتلانتیک داشت. برای نمونه در ایالات متحده عمل برداشتن کلیتوریس همچنان تا قرن بیستم به عنوان یک راه درمان هیستری، زنان حشری و خود ارزایی زنان صورت می گرفت. حتی در سال 1936 کتاب بیماری های دوران نوزادی و کودکی هالت که یک متن پزشکی بود و در مدارس معتبر شناخته میشد برداشتن کلیتوریس از طریق جراحی یا سوزاندن کلیتوریس را به عنوان یک درمان برای خود ارزای دختران توصیه میکرد بالاخره در میانه قرن بیستم بود که سرانجام این عملیات در ایالات متحده از رونق اعتبار افتاد اما با منطق جدیدی مجددا پا به میان گذاشت امروز برداشتن کلیتوریس های بزرگ از طریق جراحی به جای آنکه به عنوان راهی برای جلوگیری از خود ارزایی مطرح باشد به منظور اهداف زیباشناختی توصیه می شود. پیش از آنکه کلیتوریس توسط جراحان نشانه گرفته شود این عضو برای قرنها توسط نویسندگان مذکر متون مصور مربوط به آناتومی نادیده گرفته می میشد تا اینکه در میانه قرن 16 یک پروفسور ونیزی به نام ماتئو که قبلا با میکلانج به مطالعه آناتومی پرداخته بود به طور اتفاقی به درون قلمبگی اسرارآمیز موجود در بین پاهای یک زن راه یافت. همانطور که در رمان تاریخی فدریکو اندازی به نام آناتومیست توصیف شده است، کلمبو این موضوع را حین بررسی یک بیمار به نام اینستی تورمولینس کشف کرد. کلمبو یادآور شده بود که وقتی این دکمه کوچک دستمالی میشد، اینس از نظر عصبی تحریک میشد و به نظر می رسید اندازه این دکمه به واسطه لمس بزرگتر میشد. واضح بود که این موضوع نیاز به تحقیق بیشتر داشت. پس از بررسی وضعیت سایر زنان، کلمبو دریافت که تمامی آنها این قلمبگی کشف نشده را دارا هستند و تمامی آنها به طرز مشابهی نسبت به دستمالی ملایمان واکنش نشان میدادند. آندازی به ما میگوید که در مارس 1558 کلومبو با افتخار کشف کلیتوریس را به رئیس دانشگاه اعلام کرد همانطور که جاناتان مارگولیس در کتاب او تاریخ محرمانه ای ارگازم تخمین میزند واکنشها ها احتمالا آن چیزی نبود که کلومبا پیش کرده بود این پروفسور طی چند روز بعد در کلاس درسش دستگیر شد متهم به کفرگویی و توهین به مقدسات شد به جادوگری و شیطان صفتی خورد سپس محاکمه شد و به زندان انداخته شد دست نوشته های او توقیف شد و کشفش تا قرنها بعد از مرگش هرگز اجازه دوباره مطرح شدن پیدا نکرد مراقب پستانک شیطان باشید با این به اصطلاح بیماری که یک قرن قبل زنان از نظر جنسی محروم را به مطب پزشکان ویبراتوری میکشاند غالبا در اروپای قرون وسطا از این هم بدتر برخورد میشد همانطور که مورخی به نام ری تاناهیل در سال 1486 توضیح می دهد، کتاب پتک جادوگران که اولین کتاب بزرگ تفتیش زنان جادوگر بود به همان سیاق یک روانکاو امروزی پذیرفته بود که نوع معینی از زنان هستند که با رغبت به این باور دارند که با خود شیطان آمیزش داشتند. در باور ایشان شیطان یک موجود عظیم و سیاه با یک آلت بسیار بزرگ و مایع منی به سردی آب یخ بود. اما این تنها رویا های جنسی نبود که توجه ظالمانی نهادهای های شهفت حراس را به خود جلب می کرد. در قرن 17 اگر یک شکارچی جادوگران زن یا دختری با کلیتوریسی به طور غیرعادی بزرگ را کشف می کرد، این پستانک شیطان کافی بود تا آن دختر به مرگ محکوم شود. اروپای قرون وسطا از بلای دوره‌ای شیاطین مؤنث و مذکر رنج می‌برد. این طور پنداشته می‌شد که شیاطین مذکر و مؤنث به رویاها، تخت خواب‌ها و بدن افراد زنده حمله می‌کنند. توماس آکویناس و دیگران بر این باور بودند که این شیاطین به طور شبانه به دیدار زنان می آیند و ابتدا خود را به شکل یک اسکوبوس شیطانی معنس که وقتی یک مرد در خواب است برای به دست آوردن اسپرمان مرد و او آمیزش جنسی می کنند و سپس به شکل این کوبوس روحی مذکر که به زنی بیگناه که در خواب است تجاوز می کند در میآیند و اسپرم مسکور را در بدن زنان مسکور قرار میدهند به این ترتیب این طور پنداشته می شد که زنان در خطر حامل شدن توسط ارواح بدخواهی قرار دارند که شبانه همچون زنبورهای شبکار در تردد هستند. به همین طور در خطر قرار گرفتن در معرض زنان جادوگر و برخورد با آنها. هر نوع داستانی که توسط این زنان در مورد دلیل واقعی حاملگیشان گفته می شد، راحتی همراه با خود ایشان مدفون می شد. اگرچه رمان مادام بواری اکنون یکی از درخشانترین رمان‌های تاریخ در نظر گرفته می شود، اما در زمان انتشارش در سال 1856 به عنوان یک رمان غیر اخلاقی تقبیح شد. نمایندگان حقوقی در پاریس از این موضوع آشفته بودند که گوستاف فلوبر شخصیت آن دختر روستایی کل شق را که قوانین نزاکت و رفتار صحیح را زیر پا گذاشته بود و چند معشوق اختیار کرده بود به قدر کافی مجازات نکرده است. در حالی که دفاع فلوبر این بود که اثرش کاملا اخلاقی است و فلوبر به قدر کافی خانم بواری را مجازات کرده است از هرچه بگذریم اما بواری با دستان خودش در بدبختی فقر شرم و ناامیدی جان داده بود مجازات ناکافی به عبارت دیگر اعتراض علیه این کتاب بر سر این بود که آیا تنبیه اما بواری به قدر کافی در و بوده است یا نه و نه بر سر اینکه آیا واقعا او سزاوار چنین مجازاتی بوده یا اساسا آیا هر گونه حقی برای برآوردن میل جنسیش داشته است اما حتی فلوبر و مخالفانش نیز هرگز تصوری از مجازات هایی که در میان اقوام زاتزیل مایا در آمریکای مرکزی برای زنان سرکش تنظیم شده بود نداشتند سارا بلافر هاردی توضیح می دهد که هیکال یک دیو شهوانی با آلتی بسیار بزرگ به سراغ زنانی که مرتکب رفتار ناشایست شده بودند می آید و آنها را با خود به قارش می برد و در آنجا با آنها تجاوز می کند. به دختران کوچک گفته می شد که هر زنی که به قدر کافی بدشانس باشد که از هیکال باردار شود شکمش جلو خواهد آمد و از آن پس هر شب بچه به دنیا می آورد تا زمانی که بمیرد. این نیاز آشکار برای سرکوب و تنبیه میل جنسی زنان به عنوان چیزی شیطانی، خطرناک و بیمارگونه محدود به قرون وستا یا قبایل مایا نیست. برآوردهای اخیر سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که به طور سالانه تقریباً 136 میلیون زن و دختر همراه با گونه‌هایی از خطنه ی اندام تناسلی به زندگی خود ادامه می‌دهند. نیرویی که برای سرکوب آن لازم است. آتش آتش با هر مقدار کنده خاموش نشد. چون اقیانوس که با این همه رود سرازیر اقیانوس نشد چون مرگ که با خوردن خون همه مخلوقات جهان سیر نشد چون زنی روشنچشم که از انزال همه مردان جهان سیراب نشد کاماسوترا قبل از آنکه جنگ بر سر داروها و مواد عملیات تروریستی یا سرسان پا به میدان گذارد از مدتها قبل جنگ بر سر میل جنسی زنان آغاز شده بود این جنگی است که قدمتش از همه این جنگ ها بیشتر بوده و شمار قربانیانش نیز تا به امروز به میلیاردها نفر میرسد همچون سایر جنگ ها این جنگ نیز هرگز پیروزی ندارد زیرا دشمن شناسایی شده یک نیروی طبیعت است میتوان آن را جنگ بر سر چرخه های ماه نیز اعلام کرد یک یاوه بیمارگونه اما بسیار متداول که به مدت چند قرن با وجود انبوهی از شواهد و مدارک مخالفش دوام آورده این است که زنان نسبت به کشش های مداوم شور جنسیشان بیتفاوت هستند. کم نیستند یاوه های از این دست. به یاد آورید که اقتدار پزشکی موجود در جنوب ایالات متحده قبل از جنگ داخلی چگونه از منافع بردهداران حمایت می کرد. هنگامی که بردهها در تلاش برای شکستن زنجیرهاشان بودند این نهادهای پزشکی به زمینداران دلگرمی میدادند که این بردگان شایستگی آزادی و احترام را ندارند و در عوض سزاوار رنج کشیدن از بیماری روانیشان دریپتومینیا هستند و اینکه بیماری آنها از نوعی است که با شلاق خوردن درمان می شود. و چه کسی میتواند بازجویی گالیله توسط تفتیشگران خوشنیت و فشارهای وارد بر او برای انکار یک حقیقت آشکار را فراموش کند تنها به این جرم که این حقیقت برای از بستی نهادهای قدرت آن زمان توهینآمیز به نظر میآمد در این نبرد دائم بین آنچه هست و آنچه بسیاری از جوامع پدرسالار پساکشاورز دامپروری پافشاری می کنند که باید باشد زنانی که جسارت به چالش کشیدن آموزه زنان عفیف و خجالتی را داشتند مورد توهین قرار گرفته و طلاق داده شدند فرزندانشان از آنها گرفته شده تبعید شدند به عنوان ساحره و نماینده شیطان سوزانده شدند به آنها به بیماری هیستریک زده شده و تا گردن در ماسه های صحرا دفن شدهاند و سنگسار شدهاند آنها و فرزندانشان آن پسران و دخترانی که حرامزاده بودند به عنوان افرادی منحرف در کشاکش با خدایان نادانی شرم و ترس قربانی شدهاند یک روانشناس به نام ماری جیم شرفی می نویسد این قدرت یک سائق است که تعیین می کند برای سرکوبش به میزانی میزان نیرو و زور احتیاج است. این دیدگاه از نظر سادگی انکار ناپذیرش کاملا نیوتونی است اگر اینطور باشد آنگاه باید اندیشید با چه میزان اعمال زور میتوان از پس سرکوب شور جنسی زنان برآمد پایان فصل هجدهم سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف فصل 19 ها. وقتی که زنان از نظر جنسی برانگیخته می شوند. آهناله های زنانه حین آمیزش اینجا سوالی را مطرح می کنیم که هر بار از حاضران در کنفرانس های عمومی می آیا تا به حال شنیده اید که یک زوج با یکدیگر آمیزش جنسی داشته باشند و چه کسی که نشنیده باشد؟ و صدای کدام شریک بلندتر است؟ پاسخی که هر بار در همه موقعیت ها توسط مردان، زنان، دگر جنس خواهان، هم جنس گرایان، آمریکایی ها، ها، ژاپنی ها و برزیلی ها دریافت می همواره یکی است. بسیار خوب. دست ها پایین اصلا قابل مقایسه نیست نیازی نیست ما به شما بگوییم زیرا خودتان از قبل میدانید نمیدانید بلی دقیقا همان جنسی که جنس خجالتی عفیف و نجیب معرفی شده است عامل بخش اعظم آه و ها فریادها و کمک طلبیدن از خداوند حین آمیزش است و همینطور مخاطب فحش و لعنت های همسایه های دیوار به دیوار اما چرا از پشت عینک روایت مرسوم آنچه دانشمندان female copulatory vocalization صداسازی زنان حین آمیزش یا FCV می یک معمای بزرگ است. شاید گفته استیون پینکر را به یاد آورید که در تمامی جوامع آمیزش جنسی دست کم تا اندازه امری زشت و زننده در نظر گرفته می شود و آمیزش به طور خصوصی انجام می شود. سوال اینجاست. در این گونه ظاهرا تک همسر اصولا چرا باید جنس معنس ریسک کند و توجه سایر نرها را به آمیزشش جلب کند؟ چطور است که از بخشهای شرقی تا مناطق بالادست آمازون زنان بسیار بیشتر از مردان لذت جنسی خود را با صدای بلند طوری که به گوش همگان برسد بیان می کنند؟ و چرا برای مردان دگر جنس خواه نادیده گرفتن و بیتفاوت بودن نسبت به صدای زنی که در حال تجربه ارگازم است اینقدر دشوار است آنها میگویند که زنان قادرند صدای گری بچه را از فاصله بسیار دور بشنوند اما آقایان ما از شما میپرسیم آیا از میان سر و بلوک های آپارتمان صدایی هست که از صدای زنی قوتور در شهوت تشخیصش آسانتر باشد و البته چشم پوشی از آن دشوارتر اگر شما یکی از ده یا پانزده نفری هستید که هنوز در قید حیات هستید اما هرگه صحنه های مصنوعی اورگازم مکرویان در مجموعه وقتی هریسالی را دیدار کرد ندیده اید همین الان آن را تماشا کنید این ویدیو به صورت آنلاین به آسانی قابل دسترسی است. یکی از شناخته شده ترین صحنه های در تمام سینمای مدرن است. اما اگر نقش ها معکوس بود این صحنه دیگر آنقدر جالب نمی بود. حتی شاید اصلا فهمیده نمی شد. مثلا تصور کنید این بیلی کریستل است که در یک میزه رستوران نشسته و شروع به نفس کشیدن های عمیق می کند. قدری چشمانش را خمار می کند، چند بار خور خور می کند، چند گاز به ساندویچ می زند و به خواب می هیچ خنده ای ندارد و هیچ کس در عقضی فروشی متوجه ها نمی شود. اگر ارگازم مردان را شبیه به یک صدا خفه کن در ساز سنج بدانیم ارگازم زنان یک اپرای کامل است پر از جیغ و فریاد طوری که آواز خانها مکس خواهند کرد و مشتکوبان بر میز پرسر و صدا ترین عقصی فروشی نیویورک نیز مطمئنا ساکت خواهند شد باید دقت کنید که فریادهای زنانی ناشی از سرخوشی حین آمیزش یک پدیده مدرن نیست برای نمونه آموزه های کاماسوترا حاوی توصیه در مورد نحوه صداسازی زنان حین آمیزش است این آموزه ها شامل تکنیک های شهوانی و انواع ابراز احساسات سرخوشانه است که یک زن میتواند از بین آنها دست به انتخاب بزند. به عنوان یک بخش مهم از ناله کردن ها، او میتواند بر اساس تصوراتش از ناله های قمری، فاخته، کبوتر، توتی، زنبور عسل، بلبل، قاز، اردک و کبک استفاده کند. صدای قاز؟ اگر خوشتان میآید بوغ بزنید. اما از این فنون شهوانی ملهم از آقل و انبار که بگذریم معلوم نیست که چرا در یک گونه تک همسر یا چند همسر خفیف جنس معنس باید حین آمیزش توجه دیگران را به سوی خود جلب کند این در حالی است که اگر میراث هزاران نسل آمیزش های چند نفره را در جنسیت انسان مدرن لحاظ کنیم آنگاه فهمیدن علت این همه سر و صدا چندان دشوار نیست آنطور که معلوم شده است جنس ماده ای انسان تنها ماده ای از نخستی ها نیست که حین آمیزش سر و زیادی تولید می کند. یک نخستی شانس بریتانیایی به نام استوارت سمپل نشان داده است که در طیف وسیعی از گونه ها ماده ها درست پیش از پین یا بلافاصله پس از آمیزش از خود صدا تولید می کنند. این صدا به ویژه در میان نخستی ها بسیار رایج است و شواهد و مدارک روزافسون نشان میدهد که از طریق این صداها آن ماده سایر نرهای گروهش را برای آمیزش اقوا میکند دقیقا کاملا منطقی است که صدای زنی که در حال لذت بردن از آمیزش جنسی است یک مرد دیگر جنسگرا را تحریک کند در واقع سر و صدای آمیزش او یک دعوت بالقوه از سایر نرها برای شرکت در آمیزش و به این طریق دامن زدن به رقابت اسپرمی است سمپل به ثبت بیش از 550 صدای آمیزش از هفت بونوبوی ماده پرداخته و ساختار آکوستیک این صداها را تجزیه تحلیل کرده است. او نشان می‌دهد که این سر و صداهای پیچیده حاوی اطلاعاتی هم درباره وضعیت تولید مثلی آن ماده، صداها هنگامی که ماده ها به زمان تخمک گذاری نزدیک بودند، پیچیده تر می شود و هم درباره موقعیت نریست که این سر و صداها به دلیل آمیزش با او ایجاد شده است. صداها حین آمیزش با نرهایی که موقعیت بالاتری دارند طولانی تر و حاوی واحدهای صوتی متمایزتری است به این ترتیب دست کم در ها، نرهایی که به این صداها گوش میدهند می توانند احتمالاً به اطلاعاتی در مورد احتمال بارور کردن آن ماده و همینطور به اطلاعاتی در مورد رتبه و جایگاه نری که با آن ماده مشغول آمیزش است دست یابند مردیت اسمال موافق است که صداهای مربوط به آمیزش نخستی های ماده به آسانی قابل شناسایی است. حتی یک فرد تازه کار نیز می تواند سر و صداهای مربوط به ارگازم یک نخستی ماده غیر انسان یا همینطور آواهای مربوط به لذت جنسی را شناسایی کند. اسمال میگوید گوید ماده ها صداهایی تولید می کنند که در هیچ زمانی غیر از زمان آمیزش شنیده نمی شود. ماده های مکاک دمشیری حتی در زمان هایی که در حالت تخمک گذاری قرار ندارند از صداهای آمیزش برای جلب توجه نرها استفاده می کنند. اسمان گزارش می کند که در میان این نخستی ها ماده های در حال تخمک گذاری در اغلب مواقع اقواگری صوتیشان را به سمت نرهای بیرون از گروه هدایت می کنند و به این طریق خون جدیدی وارد ترکیب آمیزشیشان می کنند. میزان سر و صدای ماده حین آمیزش شدیداً با آمیزش آزاد و غیر انحصاری در گونه مورد نظر مرتبط است در حالی که با تک همسر بودن آن گونه ارتباطی ندارد آلن دیکسون یادآور شده است که ماده های نخستی هایی که از نظر جنسی انحصاری عمل نمی کنند در مقایسه با ماده های نخستی های تک همسر و چند همسر سر و صداهای آمیزشی پیشیده تری از خود بیرون می دهند. از پیشیدگی سر که بگذریم گاوری پرادان و همکارانش به مطالعه صداهای آمیزشی در طیفی از نخستیها پرداختند و نشان دادند که میزان غیر انحصاری بودن آمیزش جنسی در جنس ماده گونه مذکور پیش بینی کننده میزان استفاده از انواع اسفات حین آمیزش است داده های ایشان نشان می که هرچه میزان آبزاد و غیر انحصاری بودن سکس در گونه مورد نظر بیشتر باشد گونه مورد نظر سر آمیزشی بیشتری تولید می به همین شکل ویلیام جی همیلتون و پاتریشیا سی آروود به تحلیل صداهای آمیزشی نخستی های مختلف پرداختند و در این میان سه زوج انسانی را نیز مورد مطالعه قرار دادند. آنها نشان دادند که سر و صداهای مادده ها به تدریج همراه با نزدیک شدن به اورگازم شدیدتر می شود و در زمان ارگازم ریتمی سریع و منظم پیدا می کند. نوت از نظر زمانی برابر با فواصل زمانی برابر بین نوت و این چیزی است که در سر و صدای صدای جنس نر هنگام تجربه ارگازم به چشم نمیخورد. علاوه بر این این نویسندگان عنوان کردند در سر و صدای آمیزش جنسی انسان پیچیدگی ساختار آبایی ثبت شده در میان بونوبوها مشاهده نمی شود. اما احتمالا این موضوع را باید به فال نیک گرفت چرا که در جای دیگر از مقالهشان در میابیم که سر و صدای آمیزشی بونوبوهای ماده حتی برای گوش انسان نیز از 300 متر دورتر به طور واضح قابل شنیدن است. پیش از آنکه نتیجه بگیرید سراسدای آمیزشی ماده صرفاً پیغامی لذت جویانه برای اندکی تحریک است به سیادانی فکر کنید که ممکن است به واسطه شهوت پراکنی نخستی ها به سوی آنها کشیده شوند اگرچه شامپانزه ها و بونوبا ها ممکن است بتوانند به دلیل سکونت بر روی شاخه های درختان از این بابت در امان باشند اما بونوبا ها همانند نیاکان زمین نشین ما در کنار پرنگ ها و سایر سیادانی زندگی می کنند که علاقه فراوانی به نخواستی های تر تازه از نوع دبل برگر دارند. به ویژه با توجه به اینکه برای جفت در حال آمیزش هوش و حواس چندانی باقی نمی ماند، این امر می تواند آنها را در وضعیت آسیب پذیری قرار دهد. همانطور که همیلتون و آروود مطرح کرده اند، خطر قرار گرفتن افراد و گروه در معرض سیادان، این بونوبوها عادت دارند که حین آمیزش سر کنند. پس باید این صداها نوعی ارزش سازشی داشته باشد اما این مسئله سازشی چه میتواند باشد نویسندگان چندین فرضیه را مطرح کردهاند از جمله این دیدگاه که این سر و صداها میتواند یک استراتژی برای کمک به تحریک نر و نهایتا به انزال رساندن او باشد این تحلیلی است که ظاهرا بسیاری از تنفروشان جنسی نیز آن را تایید میکنند احتمالا این ایده تا اندازه ای صحیح است اما حتی اگر همچنین باشد نخستی های نر برای به انزال رسیدن نیاز چندانی به همکار و دستیار ندارند هرچه باشد نر انسان خیلی سریع میتواند به انزال برسد دست کم حین آمیزش با زنانی که برای به انزال رساندن هرچه سریعتر مردان از آنها پول دریافت نکردند. به ویژه با توجه به دیگر شواهد و مدارک مرتبط به نظر میرسد در انسانها کار کرده سر و صدای جنسی ماده به احتمال بسیار بیشتر جذب نرها به سمت ماده در حال تخمک گذاری و از نظر جنسی پذیرا و به این ترتیب ترغیب به نرها به رقابت اسپرمی با تمامی مزایای همراهش برای آن ماده است هم مزایای تولید مثلی و هم مزایای اجتماعی به هر حال علا تمامی این سر و صداهای ایجاد شده توسط زنان در سرتاسر سر جهان به قول ناتالی آنگیر عقیده به خجالتی و عفیف بودن جنس ماده همچنان دوام آورده است این تصویر از جنس زن با صفتهای مختلف شاخ و برگ داده می شود و علیرغم اینکه تصدیق می شود که این یک تصویر ناقص از استراتژی جفتی ماده است اما همراه با عقاید از نظر اجتماعی پذیرفته یک بار دیگر سر و کله این نگاه پیدا می شود. بدون پستانها بهشتی به وجود ندارد چه خوشحال شویم چه ناراحت در ماده انسان برخلاف اموزاده هاشان برای ارسال پیام پذیرایی جنسی بخشهایی از بدن تا پنج برابر اندازه عادیشان بزرگ نمی شود و رنگشان به رنگ قرمز روشن تغییر نمی کند. اما آیا شواهد و مدارک آناتومیکی وجود دارد که نشان دهد زنان به عنوان یک موجود بسیار سکسی تکامل یافتند؟ البته که وجود دارد معلوم شده است که هر ذره از بدن زنان به اندازه بدن مردان و رفتار ناخداگاهش مملو از نشانه های هزاران سال روابط جنسی آزاد و غیر انحصاری و رقابت اسپرمیست. است. پستان ماده با اینکه که تقریبا فاقد هر نوع بافت ماهیچه است، زور حیرت انگیزی دارد. قدرت زنانی که بدنی پر انهنا دارند حتی برای اعمال نفوذ در فاضلترین و سرسختترین مردان نیز کافی است طوری که هر کسی در آن دور بر باشد متوجه این موضوع می شود. امپراتوری ها سقوط کردند خواست ها معکوس شدند میلیون ها روزنامه و تقویم فروخته شدند و در همه این رخدادها نیروی اسرارآمیز این عضو که نهایتا دو کیسه کوچک از چربی است نقشی شگرف داشته است یکی از قدیمی ترین های انسانی که میشناسیم ونوس ویلندورف نام دارد که حدوداً 25 هزار سال پیش ساخته شده است و شامل زنی با پستان بزرگ است گویا در این های اقراق شده که متعلق به 250 قرن پیش است کمترین نشانه ای از کهنه شدن دیده نمی شود. بر اساس آمار انجمن جراحی پلاستیک آمریکا تنها در سال 2007 در ایالات متحده 347254 جراحی بزرگ کردن پستان صورت گرفته است که این کشور را از نظر میزان انجام عمل جراحی در بالاترین رتبه قرار می دهد. چه چیزی به پستان زنان چون این قدرت نفوذ شگرفی در برابر اتراک جنس نر میدهد؟ اول از همه بیایید با رد فرضیه های کاملا ابزاری و فایدگرانه آغاز کنیم. در حالی که کارکرد قدرت پستانی موجود در پستانهای زنان شیردهی به نوزادان است اما نکته اینجاست که آن بافت چربی که به پستان جنس ماده انسان آن انحنای جادویی و آن حالت گرد لرزان پفتار را میدهد هیچ ربطی به تولید شیر ندارد با توجه به هزینه های فیزیولوژیک آشکار داشتن پستان که همچون پاندول نوسان می کنند، پشت درد از دست دادن تعادل دشواری هنگام دویدن اگر آنها برای تبلیغ شیر برای نوزادان نیستند پس چه منظور این وزنه سنگین در بدن زن تکامل یافته و حفظ شدند. نظری های متفاوت در این زمینه مطرح شدند. از باور به اینکه پستانها ابزاری برای تبلیغ کیفیت باروری زن هستند و وسیلهای برای انباشت چربی کافی به منظور تحمل سختی های دوران حاملگی و شیردهی یک نظریه دیگر نیز در این باره مطرح شده است که جنیتال ایکو تیوری تقلید اندام جنسی نام دارد بر اساس این نظریه پستانهای آویزان در جنس ماده در انسان هولوهوش زمانی به شکل کنونی درآمده است که انسان شروع به راه رفتن بر روی دوپا کرده است تا به این شکل بتواند توجه نر را که تا پیش از آن با خیره شدن به چربی انباشت شده در منطقه باسن تحریک میشد جلب کند نظریه پردازان حامی نظریه تقلید اندام جنسی یادآور شدهاند که تورم باسن آنطور که در شامپانزه ها و بونوبا ها دیده می شود می توانسته در حرکت یک نخستی دوپا تداخل ایجاد کند به این ترتیب آنها استدلال می کنند که وقتی نیاکان دور ما شروع به راه رفتن بر روی دوپا کرده اند برخی از علائم زایای زنان از دفتر پایینی به ویترین جلوی منتقل شدند. جالب است که در فرایندی که شاید بتوان آن را یک پینگ پونگ تاریخی نامید، قواعد مد با گام های غولاس های این برجستگی را طی قرن ها از جلو به عقب و برعکس جابجا جا کردند. با ابداعاتی نظیر کفش های بلند، دامن های ویکتوریایی، تصویر صفحه 419 و سایر ترفند های بزرگ کننده باسن. شباهت دیداری بین این دو بخش از آناتومی ماده با جینهای های کوتاهی که اخیرا محبوب شده و به شکلی تحریکآمیز آمدانه خط باسن را نشان میدهد تسهیل شده است یک ژورنالیست به نام جانل رابن میگوید خط باسن یک شکاف جدید است که به شکلی اقوا کننده از شلوار سوپر مدل ها و عامه بیرون میزند اگرچه ویژگی های سرکشانه و تا اندازه جلف خاص خودش را دارد اما نرمی و گردی دلبرانش در حد یک جفت پستان بینقص است اگر به تدریج با افزایش سن در حال از دست دادن انحنهای بدنتان هستید، می توانید یک شورت سوتیان نما از کمپانی بابلز بادیور بپوشید که قول داده تا اثری ایجاد کند که سر هر مردی را از روز ازل تا به امروز به سمت خود بچرخاند. درست مثل دامنهای ویکتوریایی. این شورت های سوتیان نما نیز از انحناهای کامل باسن شامپانزه ها یا بنوبه های در حال تخمگذاری گذاری تخلیب می کند. از دست دادن انحناها با گذر عمر دیگر چه همیتی دارد وقتی پستانهای زن با این ترفندها بزرگ شده باشد در هر حال همانطور که زایایی زن با گذر سن محو می شود پستانهایش نیز چنین می شود و این یک بار دیگر از این دیدگاه حمایت می کند که آنها برای تبلیغ وضعیت زایایی زن تکامل یافتند. ماده انسان تنها ماده در میان نخستی ها نیست که با پستانهایش پیامهای مربوط به وضعیت زایایی ارسال می کند. بابون گلادا یک نخستی دو پای دیگر است که در جنس مادهش برامدگی های جنسی در ناحیه پستان دیده می شود. همانطور که می توان انتظار داشت برجستگی پستان گلادای ماده همراه با دوره پذیرایی جنسی ظاهر می شود و مجددا از بین می رود. اما از آنجا که ماده انسان به طور بلقوه همواره از نظر جنسی پذیراست، پستانهای او از زمان بلوغ جنسی به بعد تقریبا همواره برجسته است. اما همه نخستی های ماده دارای برآمدگی اندام جنسی طوری که بیانگر موقعیت تخمک گذاریشان باشد نیستند. مردیت اسمال گزارش می کند که تنها در 54 گونه از 78 گونه مورد بررسی می توان تغییرات تغییر ظاهری آشکاری را حین چرخه قاعدگی مشاهده کرد و نیمی از این گونه ها تنها یک رنگ صورتی خفیف را نمایش می دهند. در اینجا نیز یک بار دیگر آن دو نخستی که از همه به ما نزدیکترند جزء دسته صورتی های خفیف قرار نمی گیرند. آنها به دلیل مسائل جنسی آزاد و غیر انحصاریشان تنها میمونهای انسان ریختی هستند که برآمدگی جنسیشان با این قرمز پررنگ و زننده نمایش داده می شود. قرمزی باسن شامپانزه ماده به طور متوالی ظاهر می شود و دوباره از بین می رود که این بیانگر پذیرایی یا عدم پذیرایی جنسی اوست. اما در مورد بونوبو همانطور که اسمال تایید می کند تورم جنسی اندام بونوبوی ماده در طول زمان تغییر چندانی نمی کند و بونوبوی ماده همواره پیام زایایی ارسال می کند بسیار شبیه به الگوی پذیرایی ماده انسان اگرچه بسیاری از نظریه ها عنوان می کنند که ماده انسان دارای تخمک گذاری پنهان است اما این موضوع آنقدرها هم پنهان نیست اگر بدانید چطور به کجا نگاه بیاندازید در یک پژوهش مارتی هاسلتون و همکارانش به مردان عکس های مختلفی از سی نشان دادند برخی از عکسها مربوط به حوالی زمان تخمک گذاری این زنان و برخی مربوط به زمانهای دیگر بود نتیجه این تحقیق نشان داد که مردان در قضاوت در مورد اینکه در کدام عکس ها زنان سعی دارند جذابتر به نظر برسند کاملا خوب عمل میکردند نکته دیگر آن بود که میزان جذابیت زنان با وضعیت قاعدگی آن زنان مطابقت داشت به عبارت دیگر این محققان دریافتند که گرایش زنان به این است تا در دوره ای که احتمال باروریشان بیشتر است لباسهای های بپوشند. علاوه بر این هاسلتون می نویسد که مربوط به زمان نزدیکتری به تخمک گذاری آن زن بودند توسط مردان از همه بیشتر انتخاب می شد. سایر محققان نیز دریافتند که مردان بوی بدن زنانی را که نزدیک به زمان تخمک گذاری هستند ترجیح می دهند و اینکه زنان هنگامی که احتمال باربریشان بیشتر است به شکلهای مختلف رفتارهای اقواگرانی بیشتری از خود نشان می دهند. از جواهرات و عطر و اتکلونهای بیشتری استفاده می کنند، بیشتر بیرون می روند، به احتمال بیشتری به تجربه های جنسی گذرا و مقطعی پاسخ می دهند و به احتمال کمتری با معشوقه های جدید از کاندوم استفاده می کنند. دوباره می آید؟ هر چقدر پستان های زنان نظریه تکامل محور را به خود جذب کرده است، ارگازم زنان این نظریه ها را دچار سردرگمی کرده است. برای روایت های مرسوم از تکامل جنسی انسان، ارگازم زنان همچون پستان ها یک معما است. به ارگازم رسیدن زن برای آبستن شدن او ضروری نیست. پس چرا باید اصلا وجود داشته باشد؟ برای مدتها دانشمندان عنوان می کردند که جنس ماده گونه انسان تنها ماده در قلم روی حیوانات است که ارگازم را تجربه می کند. اما از زمانی که زیست شناسان و نخستی شناسان معنس به صحنه آمدند، آشکار شد که جنس ماده بسیاری از نخستی های دیگر نیز دارای ارگازم هستند. انگیزه نهفته در این ادعا که ارگازم ماده منحصر به ماده انسان است، احتمالاً به نقشی مربوط می شود که ارگازم زن در روایت مرسوم ایفا می کند. طبق این دیدگاه ارگازم در جنس ماده انسان به این دلیل تکامل یافته تا پیوند جفتی دوتایی بلند مدت را در قلب خانواده هستی تسهیل و حفظ کند وقتی این داستان را باور کنید آنگاه برایتان پذیرش این که ماده سایر نخستی ها نیز دارای ارگازم است با مشکل مواجه می شود مشکل شما حادتر می شود اگر دریابید آنطور که کم کم دارد معلوم می شود که پر ارگازم ترین گونه از نظر جنسی نیز آزادترین و بی ترین گونه است همانطور که آلن دیکسون می نویسد تبیین ارگازم ماده به عنوان پدیدهای مرتبط با تک همسری بسیار بعید می نماید. او می نویسد از هرچه چه بگذریم ماده سایر نخستی ها و به ویژه هایی که آمیزش چند نره چند ماده آزاد و غیر انحصاری انجام می دهند نظیر ماکاکا و شامپانزه ها نیز علا نداشتن چنین پیوندها یا واحد های خانوادگی پایدار واکنش های ارگازمی را تجربه می کنند. از سوی دیگر دیکسون یادآور می شود که در گیبون که عمدتا تک همسر هستند علائم آشکاری از ارگازم ماده به چشم نمی خورد. این نویسنده اگرچه انسان را در مطالعش پیرامون مسائل جنسی نخستی ها در دسته چند همسر خفیف قرار می دهد، اما به نظر می رسد که در این مورد تردید دارد. وقتی می نویسد ممکن است کسی استدلال کند که تجربه ارگازم برای ماده پاداش بخش است، و تمایل او را به آمیزش با طیف متنوعی از نرها به جای یک شریک ثابت افزایش میدهد و به این طریق به رقابت اسپرمی دامن میزند دانالد سیمون و سایرین عنوان کردند که در تنگ نظرانه ترین حالت ارگازم یک امکان بالقوه است که تمامی پستانداران ماده حائز آن هستند از نظر سیمون علت وجودی این امکان بالقوه در برخی جوامع انسانی وجود فنون معاشقه و آمیزشی است که تحریک های به قدر کافی قوی و بدون وقفه را برای جنس ماده جهت رسیدن به ارگازم فراهم می آورد. به زبان دیگر سیمون فکر می کند که ماده انسان تنها به این دلیل از یک اسب ماده ارگازم های بیشتری را تجربه می کند که صرفا نر انسان مشوقی بهتر از اسب نر است. در حمایت از این نظریه سیمون به مطالعاتی نظیر مطالعه کینزی استناد می کند که نشان می دهد کمتر از نیمی از زنان مورد بررسی آمریکایی‌های های دهه 1950 دست کم نه بار از ده باری که آمیزش جنسی داشتند اورگازم را تجربه کردند در حالی که در سایر جوامع او به اقوام مانگایا در جنوب اقیانوس آرام اشاره می کند به واسطه ی آمیزش های پر و گسترده تر تقریبا تمام زنان اورگازم را تجربه می کند. سیمون نتیجه میگیرد که ارگازم برای زنان هرگز آنطور که همواره برای مردان چنین است یک رخداد غریزی و اجتناب ناپذیر نیست از نظر سیمونز استیون جی گولد الیزابت للوید و سایرین صرفا برخی زنان در برخی اوقات ارگازم را تجربه می کنند چون تمامی مردان هر بار آن را تجربه می کنند برای آنها ارگازم زنان معادل نوک پستان های مردان است یک پژواک ساختاری بیکار کرد در حالی که برای جنس دیگر یک رفتار واجب و حیاتی است با توجه به تمام انرژی که برای رسیدن به تخمک نیاز است شگفتانگیز است که مجرای تولید مثلی ماده یک مکان به طور خاص آماده و پذیرا برای سلول های اسپرم نیست دو محقق به نامهای رابین بیکر و مارک بلیس دریافتند که تقریبا 35 درصد از اسپرم ریخته شده در مجرای تناسلی زن طی 30 دقیقه بعد از آمیزش از این مجرا خارج می شود و مقداری از اسپرم ها که باقی میمانند نیز با هر چیزی مواجه می شوند غیر از مکانی امن و دلپذیر. بدن ماده اسپرم ها را به عنوان آنتیژن اجسام بیگانه در نظر میگیرد و آنها را فورا توسط لوکوسیت های آنتی اسپرم که تعدادشان صد برابر اسپرم هاست مورد حمله قرار میدهند. تنها یکی از هر 14 میلیون اسپرم وارد شده به مجرای تناسلی زن قادر است به لوله فالوپ لوله رحم برسد علاوه بر موانع تحمیلی از جانب بدن ماده حتی آن چند اسپرم خوششانس نیز باید با اسپرم سایر نرها در رقابت قرار گیرند. دست کم اگر مدل ما در باب مسائل جنسی انسان هر گونه اعتباری داشته باشد. اما در همان حال که بدن زن برای اکثر اسپرم ها مانع ایجاد می کند می تواند دیگر اسپرم ها را یاری دهد شواهد و مدارک قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد سیستم تولید مثلی ماده قادر است بر مبنای ساختار شیمیایی موجود در سلول‌های اسپرم نرهای مختلف دست به ارزیابی دقیق بزند. این ارزیابی ها می تواند فراتر از توجه به سلامت عمومی اسپرم ها باشد و حتی جزئیات سازگاری اسپرم های مذکور با سیستم ایمنی زن را نیز بسنجد. وقتی میگوییم سازگاری ژنتیکی مردان مختلف با یک زن معین معنایش این است که کیفیت اسپرم یک ویژگی نسبی است. بنابراین همانطور که آنپوزی توضیح می دهد از اسپرم تعداد زیادی نر از طریق آمیزش با آنها می تواند برای ماده ها مزیت داشته باشد و اینکه یک نر معین با کیفیت لزوما برای همه زنان از نظر ژنتیکی با کیفیت محسوب نمی شود. این یک نکته به شدت با اهمیت است حتی در سطح مطلقا زیست شناختی نیز یک نره با کیفیت وجود ندارد که برای همه زنان با کیفیت باشد. به دلیل پیشیدگی های موجود در چگونگی فرایند برهمکنش دو مجموعه از دی ای والدینی طی لقاح با یکدیگر مردی که به نظر رسد ارزش جفتی بالاتری دارد فک مربعی، بدن متقارن، شغل خوب، محکم دست دادن، کارت مربوط به بورس سهام ممکن است در واقعیت یک جفت ژنتیکی ضعیف برای یک زن معین باشد بنابراین نمونهگیری از تعداد زیادی نر میتواند برای زن و نهایتاً فرزندانش مزیت داشته باشد و به بدن زن اجازه دهد تا تصمیم بگیرد که اسپرم کدام مرد او را بارور کند به عبارت دیگر بدن آن زن در این مورد میتواند داناتر از ذهن آگاهش باشد بنابراین از منظر تولید مثلی در مورد فیسنس برازندگی تکاملی نیاکان نر ما قبل تاریخ ما در دنیای اجتماعی بیرون تصمیم گرفته نمی شده است. یعنی جایی که نظریه های مرسوم به ما میگویند که مردان به منظور دستیابی به جفت بر سر کسب جایگاه اجتماعی و ثروت مادی با یکدیگر رقابت میکردهاند بلکه پدر بودن در دنیای درون مجرای تولید مثلی ماده تعیین میشده است یعنی جایی که هر زن در آنجا به ساز و کارهایی در سطح سلولی برای انتخاب از بین پدرهای بالقوه و مجهز است. بار دیگر وقتی در حال خواندن مطالبی نظیر مطلب زیر بودید، آنچه در بالا گفتیم را به یاد آورید. گرایش به کسب قدرت اجتماعی، ثروت مادی، اعتبار اجتماعی، همگی صرفا جلوه از تلاش نر برای قرار گرفتن در موقعیتی است که بتواند به زنانی که میخواهد با آنها جفت شود دست یابد. یا رقابت جفتی شامل نبرد مردان بر سر منابعی است که همسر مردان برای بزرگ کردن کودکان به آن منابع نیاز دارند. اگرچه ممکن است این حرفها در مورد اکثر افراد امروزی صادق باشد، اما بدنهای ما نشان می دهد که نیاکان ما با سناریویی کاملا متفاوت روبرو بودند. رقابت اسپرمی بیش از هر چیز نه یک مسابقه سریع برای رسیدن به تخمک، بلکه یک مسابقه دوی بامانه است، غیر از لوکوسیت های ضد اسپرم که پیشتر ذکر شد در واژن دهانی رحم و حتی بر روی سطح تخمک نیز موانع آناتومیک و فیزیولوژیک وجود دارد پیشیدگی ساختار دهانی رحم در انسان نشان می دهد که این اندام برای فیلتر کردن اسپرم نرهای مختلف تکامل یافته است با مقایسه مکاک ها یک گونه شدیدن بی و از میمون ها با انسان ها دیکسون می نویسد در تمامی زیرگونه از مکاک ها که دارای نظام آمیزشی چند نره چند ماده هستند دهانی رحم از نظر ساختاری به طور ویژه پیشیده است. شواهد و مدارک مربوط به جنس ماده در انسان و مکاک نشان می دهد که دهانی رحم هم به عنوان یک سازوکار فیلتر کننده و هم به عنوان یک محل ذخیره سازی موقتی اسپرم حین مهاجرتش به سمت رحم عمل می کند. به مانند ساختار آلت نر و بیزه ها در جنس نر که بسیار پیچیده هستند، ساختار دقیق دهانی رحم جنس ماده انسان برای فیلتر کردن اسپرم ها نیز نشان از روابط جنسی آزاد و غیر انحصاری نیاکان ما دارد. این نکته که انتخاب ماده خواه آگاه یا ناآگاه می تواند به جای اینکه به عنوان بخشی از یک آین معاشقه قبل از آمیزش صورت گیرد، بعد یا حین آمیزش رخ دهد، روایت مرسوم را زیر و رو می کند. اگر در ساختار تولید مثلی ماده ساز و کارهایی پیشیده برای فیلتر کردن و رد کردن سلولهای اسپرم برخی مردان و همزمان یاری رسانی به سلولهای اسپرم مردی که میارهایی از زن را برآورده می کرده است و شاید او به کلی نسبت به آن میارها ناغاف باشد تکامل یافته است آنگاه ماده خجالتی و عفیف داروین کم کم شبیه به همان چیزی می شود که هست یک خیال منسوخ نرینه اما ممکن است داروین در مورد سازوکارهای پسا آمیزشی انتخاب جنسی بیش از آنچه عنوان کرده تردید داشته است. هرچه باشد در سال 1871 هر گونه بحث در مورد رفتار جنسی انسان یا جنبه های تکاملی آناتومی جنسی ما می توانست شدیدن برانگیز باشد. همانطور که دیکسون می گوید فکر کنید چه اتفاقی می افتاد اگر در کتاب تبار انسان بخشی نیز در مورد تشریح جزئیات تکامل آلت نروبیزه ها یا توصیف الگوهای متنوع آمیزشی موجود در حیوانات و انسانها اختصاص داده میشد هیچ کس نمیتواند داروین را برای ننوشتن فصلهایی در مورد تکامل آلت جنسی نر و ماده در آثارش سرزنش کند آثاری که بدون این فصلها هم به قدر کافی حساسیتزا و انقلابی بودند اما امروز پس از گذشت یک قرن و نیم دیگر زمان آن رسیده تا این محافظ کاری و تعصبات فرهنگی که واقعیت علمی موضوع را پنهان ساخته است کنار زده شود برای مردیت اسمال داستان نقش ماده در پیشگیری از بارداری یک مینیاتور از روایت کلی است او فهم رایج از بارداری را یک حکایت منسوخ از مسائل جنسی انسان میداند که طبق آن مرد به عنوان یک موجود آغاز کننده و مهاجم پیشبرنده و فاتح تصویر می شود. در واقع پجوهش های اخیر بر روی فرایند بارورسازی در انسان درست عکس این موضوع را نشان می دهد. مردیت اسمال نشان می دهد که این تخمک است که تماس برقرار می کند و اسپرم را به درون خود می کشد. او نتیجه می گیرد زیست شناسی ماده حتی در سطح برهمکنش تخمک و اسپرم نیز لزوما نشان از جایگاه فرودست و مفعولانه برای ماده ندارد. علاوه بر تخم ماده که اسپرم را احاطه می کند و دهانی رحم که اسپرم را فیلتر می کند یا ترجیح می دهد، و این واژینال که میتواند اسپرم یک مرد را کنار بزند و همزمان اسپرم مرد دیگری را یاری دهد، ارگازم های زنان نیز در میزان اسیدیته واژینال تغییر ایجاد می کند. ظاهرا این تغییرات اسپرم های مرد خوششانسی را که زن را به مرحله ارگازم رسانده است یاری می دهد. به عبارت دقیق تر، محیط دهانه رحم شدیدا اسیدی است و از این رو برای سلول های اسپرم کشنده است. pH، آلکالین منی، قادر است در این محیط برای مدتی از اسپرم ها محافظت کند اما این محافظت کوتاه مدت است و اکثر سلول های اسپرم تنها برای چند ساعت درون واژن زنده باقی میمانند اما تغییراتی که متعاقب ارگاسم احتمالی زن در اسیدیته واژن رخ می دهد محیط واژینال را طوری تغییر می دهد که به نفع اسپرم است که همزمان با ارگاسم زن از راه رسیده است این مزایا می تواند به شکل دیگری نیز به نفع جنس ماده باشد تحقیقات اخیر نشان میدهد زنانی که از کاندوم استفاده نمی کنند هم در مقایسه با زنانی که از کاندوم استفاده می کنند و هم در مقایسه با زنانی که از نظر جنسی فعال نیستند به احتمال کمتری دچار افسردگی می شوند. یک روانشناس به نام گوردون گالوپ یک تحقیق بر روی 293 زن انجام داده است. این داده ها با آنهایی که از تحقیق دیگر بر روی 700 زن به دست آمده اما هنوز منتشر نشده همخانی دارد. این تحقیق نشان می دهد که بدن زن می تواند نسبت به مواد شیمیایی یدکی دریافتی از منی مرد با بستگی شیمیایی پیدا کند. این مواد شامل تستوسترون، استروژن، پروستاگلاندین و سایر هرمون های موجود در منی است که از طریق دیواره واژینال وارد جریان خون زن می شوند. اگر این درست باشد که در جریان تکامل انسان آمیزش های چند نفره امری متداول بوده است، آنگاه عدم تطابق ظاهری بین واکنش ارگازمی نسبتا سریع مرد و واکنش ارگازمی اصطلاحا با تاخیر جنس ماده قابل درک می شود. دقت کنید که چطور واکنش ماده با تاخیر در نظر گرفته می شود. تنها به این دلیل که ارگازم مرد به موقع در نظر گرفته شده است. شاید بتوان گفت که ارگازم سریع مرد احتمال ایجاد وقفه از جانب سیادان یا نرهای دیگر را کاهش می داده. بقای سریع ترین. در حالی که ماده و فرزندش می توانستند با بکار بستن قدری کنترل پیشا آگاهانه بر اینکه کدام اسپرم ها احتمالاً تخمک او را بارور سازد دارای مزیت شوند. علاوه بر این، پرولاکتین و سایر هرمون هایی که انگام ارگازم آزاد می شوند، واکنش های بسیار متفاوتی را در مردان و زنان راه اندازی می کند. یک مرد پس از تجربه ارگازم نیازمند یک دوره خاموشی یا بازیابی طولانی تر است و شاید خوردن یک ساندویچ و یک آبجو به همراه آن. به این شکل او از سر راه سایر نرهای خواهان آمیزش با آن ماده کنار می روید. این در حالی است که در سوی دیگر بسیاری از زنان هم خواهان و هم قادر به ادامه فعالیت جنسی بسیار فراتر از یک ارگازم ابتدایی و آغاز کننده هستند. ارزش آن دارد که تکرار کنیم گونه هایی از نخستی ها که در جنس مادهشان واکنش ارگازمی وجود دارد غالبا همان هایی هستند که از نظر جنسی آزاد و بی هستند. با توجه به تنوع چشمگیر روابط جفتگیری حتی در میان میمون های انسان ریخت این یک نکته شدیدن معنادار است. در حالی که در میان گیبون های تک همسر به ندرت آمیزش جنسی به چشم میخورد آنقدر که آمیزششان بی سر و صدا و از نظر دفعات کم تعداد است اما شامپانزه ها و بنوبه های ماده معمولا به طور منظم از نظر جنسی برانگیخته میشوند. آن هم بدون هیچ گونه شرم و حیا ماده ها غالبا با هر نری که دم دستشان بیاید آمیزش می کنند و بسیار بیشتر از مقداری که برای تولید مثل لازم است آمیزش می کنند جین گودال از یک شامپانزه ماده در گمبه گزارش می کند که تنها در یک روز بیش از پنجاه بار آمیزش کرده است با یادآوری کاماسوترا محققی به نام شرفلی در مورد معنای این عدم تطابق بین ظرفیت اورگازمی نر و ماده انسان خجالت را کنار میگذارد و مینویسد گرسنگی جنسی ماده و ظرفیتش برای آمیزش کاملا فراتر از ظرفیت هر نریست است و با هر نیت و هدفی که بوده است واقعیت این است که ماده ای انسان از نظر جنسی سیری ناپذیر است ممکن است همینطور باشد که شرفلی میگوید شاید هم نه اما نمیتوان انکار کرد که طراحی سیستم تولید مثلی ماده ی انسان بسیار متفاوت از آن چیزی است که روایت مرسوم پیش بینی کند و از این رو روایت مرسوم نیازمند بازاندیشی رادیکال در چند و چون تکامل مسائل جنسی ماده است پایان فصل 19 و پایان کتاب پشت جلد کتاب این اثر باور مرسوم پیرامون آمیزش جنسی را به شکلی درخشان به چالش کشیده است مطالب کتاب بسیار برانگیزنده، جذاب و پیشروست. من چیزهای زیادی از آن آموختم و خواندن آن را اکیدا توصیه میکنم. آندرو ویل، نویسنده اصر سالم. در زمینه مسائل جنسی انسان، پس از کتاب رفتار جنسی مردان اثر آلفرد کینزی در 1948 مهمترین اثری است که در جامعه آمریکا منتشر شده است. دن سویج روزنامه نگار و نویسنده تعهد، عشق، آمیزش جنسی، ازدواج و خانواده من. به واقع کتاب مهیجی در دستان شماست. خواه مردم با محتوای آن موافق باشند یا نباشند. این مباحث نیازمند آنند که به کرات مورد بحث و مجادله قرار بگیرند تا بتوانند ما را به راه حلی برسانند. فرانس دوال نویسنده اصر همدلی یک کتاب فوقالعاده برانگیزنده که با نصری بسیار ساده و گیرا نوشته شده است این کتاب رفتار جنسی انسان را به طور کامل مورد ارزیابی مجدد قرار داده و بسیاری از مشکلات اجتماعی و روانشناختی معاصر را ریشه یابی کرده است. استیون تیلور نویسنده صغرات و بیداری از خواب